الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما بینندگان عزیز، در خدمتتون هستیم با قسمت دیگه از برنامه در هوای حرم. تمام تلاش ما این هست که در این ایام مبارک شما رو ببریم به هوای حرم با میان برنامه‌ها، با توضیحاتی که در استودیو داده میشه و اتفاقات خوبی که اینجا خواهد افتاد. منتظر تماس‌ها و تماس‌های شما هستیم. در طول برنامه میتونید با واتساپ و تلگرام که شماره‌اش رو در اتاق فرمان زحمت می‌کشن زیرنویس می‌کنن، میتونید با ما ارتباط داشته باشید. اما برای ارتباط صدایی و صوتی و اینکه صدای گرم شما رو بشنویم، در زمان‌های مشخصی شماره تلفن‌ها زیرنویس خواهد شد که به اطلاعتون خواهیم رسوند در نیمه برنامه و انتهای برنامه، برای اینکه بتونیم به مبحث برسیم. امشب هم دعوت کردیم از دو تا از عزیزان کارشناس و بزرگوار شبکه، استاد عرابی و استاد هاشمی، که قبول زحمت کردن و برنامه‌شون تشریف بردن. خیلی خیلی خوش آمدید. نعم. اگر آقا سخن داشته باشید استاد عرابی. بله، الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بنده من سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز. براتون آرزوی قبولی طاعات رو میکنم و اینکه این ایام پرفیض و برکت و خیر رو هم تونسته باشید به خوبی استفاده کامل رو برده باشید. لحظاتی است که در طول سال این ایام تکرار ناشدنی هست و مثیل و مانند ندارد، در اینکه انسان بتواند این لحظه را غنیمت بشمارد و خودش رو به خداوند بیشتر نزدیک کند. همچنین عرض ارادت خدمت جناب والی و جناب استاد باشه. استاد هاشمی در خدمتتون هست. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم برم به خودم خدمت آقای زارابی و آقای محمودی و تمامی بینندگان شبکه جهانی نور عرض ادب و احترام دارم و از خداوند خواهم که این ایام پرفیض و پربرکت رو خیر بگردونه برای همه ما و بتونیم از لحظات اون و از نفحات اون که در حدیث ذکر شده که رسول خدا می‌فرمودند که خداوند زمانهایی و مکانهایی رو قرار میده، جز یا نفحاتیست یا بگیم شارجیست برای انسان، برای انسان مسلمان که بتونه توشهی بگیره و خودش رو به حساب برای رسیدن به آخرت نزدیکتر بکنه و اجر و پاداش و فضیلت این ایام رو ببره و در صحیفه اعمالش نوشته بشه. انشالله که خداوند قبول بکنه و انشالله این توفیق رو بده که این عبادات رو در از این ایام استفاده لازم ببریم. در طی این چند روزی که برنامه داشتیم، تأکید همه کارشناس ها بر این بوده که از این ایام برای عبادت های مختلف میشه بهره برد و این ایام ایامیست که همه عبادت ها درش جمع شده. بله. و به بخش های مختلفی از این عبادت ها پرداخته شده. اما آنچه که بسیار خاص هست و میشه در هر زمانی بهش پرداخت، از جمله این عبادت ها دعاست. بله. که سلاحی است که در واقع در اختیار هر انسانی است، در هر وقتی در هر جایی با ذکر و دعا میتونه بدون هیچ محدودیتی بپردازه به اون عبادت و بهره لازم رو از این ایام ببره. برای خاطر هم من امشب تصمیم داریم اگر موافق باشید کمی در مورد این موضوع بپردازیم بهش و اینکه اصلا چه اهمیتی داره، چه جایگاهی داره در دعا در بین عبادت ها و این که این امتیاز رو در واقع به بنده میده که بتونه در ارتباط باشه با خداوند. واقعا دعا یکی از مهمترین مسائلی است که در بخش عبادات انسان بیشتر به اون مورد توجه میکنه، ولی حدود دعا تنها خواستن نیست، تنها این نیست که انسان از خداوند چیزی رو بخواد. در واقع میشه به عبارت دیگه گفت دعا تنها طلب حاجات نیست به نظر بنده، بلکه دعا عبارت است از این که انسان ارتباطی رو با خداوند برقرار میکنه. این ارتباط است که معنی بسیار ویژه‌ای داره، به اینکه خداوند یک اجازه داده به اینکه ما
نامش رو ببریم، اون رو یاد کنیم و ازش درخواست کنیم و با خداوند گفتگو کنیم و راز و نیاز کنیم. خداوند در دل همه آدم ها روزنه ای رو باز کرده بین خودش و بین این بندهش. دعا قبل از اینکه یک مجموعی از الفاظ باشه که بر زبان میاریم، عبارت از یک ارتباطی است بین دل انسان با خالق هستیش، بین فکر انسان با خداوندش. و اصلا این گونه نباید تصور کرد که مادامی که دعا روان نشود یا حاجت انسان روان نشود دیگر دعا کاربردی نداره، بلکه خود دعا کردن شناخت خداوند است. ببینید، خداوند وسائل رو در اختیار ما قرار داده و خود دعا رو هم یکی از اون وسائل برای قربش قرار داده. ما قرب خداوند رو به وسیله دعا کردن، به وسیله راز و نیاز، به وسیله مناجات هست. به خاطر همینم بعد از همه عبادات، مثلا بعد از روزه میفرماید دعوت دستور به دعا میده، و اذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. بعد از این، بعد فریضه روزه هست. در مورد خود نماز میفرماید و اقم الصلاة لذكري، نماز رو بخون برای ذکر من، یاد من، و خود دعا هم یاد خداونده. یا در روایت اومده که الدعاء هو العباده، دعا همه عبادت دعاست. یعنی یا دعا اصل همه عبادات. و در مورد حج هم که این روزها ایام حج هست، بعد از احکام حج هست که میفرماید و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. اینه که در اینجا هم بحث دعاست دوباره، این که انسان برگرده و دعا کنه. اگر دعا رو از عبادات بگیریم، از عبادات جدا کنیم، در واقع عبادات تبدیل میشه به یک موضوعی که فقط شکلش میمونه، چون دعا و رمز و راز و تأثیر همه عبادات در دعا نهفته است. و دعا هم یعنی این که انسان خدا رو بخونه، چه به دل این رو بخونه چه به زبان. و خیلی جالب هست که بدونیم در دعا مسائل مختلفی وجود داره. وقتی که ما خدا رو با دعا میشناسیم، دعا میکنیم، با خدا راز و نیاز میکنیم، وقتی که در این راز و نیاز هست که هم توحید وجود داره، هم ستایش وجود داره، هم ثنا و حمد وجود داره، در همین دعا هست که از خودت اختیار رو سلب میکنی، توانایی رو سلب میکنی، همه توانایی رو خداوند میدیم. وقتی که میگیم خدایا من، میگیم من عاجزم، تو توانایی. وقتی که میگم خدای من نمیتونم، این مشکل رو برای من رفع کن. حتی اگه مشکلات دنیا باشه، مشکلات عادی باشه، مشکلات بسیار معمولی باشه. به خاطر همین رسول الله علیه السلام دستور داد حتی اگه یکی از شما بند کفشش رو هم طلب کرد، از خداوند طلب کنه. یعنی اینکه مانع نشه این چیز کوچک، بگین این یه چیز حقیر و کوچیکه، چرا اینو از خدا بخوام. بعضی از متصوفین رو گفتن که ما چیزای اینطوری از خدا نمیخوایم، در حالی که این معنی داره. اینکه وقتی یک انسانی داره همه چی رو از خدا میخواد، معنی داره. یعنی اینکه خداوند تو قادر مطلقی، من اصلا هیچی نیستم اگر امر تو نباشه. گذشته از همه این معانی، خود اینکه خداوند میفرماید دعا کنید، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فرا کسی که از دعای خداوند امتناع کنه و استکبار کنه، عذاب جهنم در انتظارش. این کسی که داره امتناع میکنه. بعد از همه اینها، خود دعا یک نعمت، یک نعمت بسیار بزرگه که انسان اجازه داره خداوند رو نام میبره، اجازه داره خداوند رو اسمش رو میبره، ذکرش رو میکنه، نامهای مبارکش رو میاره. و البته آداب و شرایط و چی هم داره که در خلال صحبت خواهیم کرد. استاد هاشمی، تمرکز دعا و ارتباطش با حج من میخواستم بدونم، اینکه تو این ایام چه تفاوتی داره در واقع متوسل شدن به دعا برای ارتباط با خداوند. بله، کلن چنان که استاد فرمودن، دعا یک امری بسیار مهم هست در حیات انسان مسلمان. و اگر انسان مسلمان بخواد، چنان که در آیه که شیخ تلاوت فرمودن، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، بعضیا ممکنه احساس بکنن که حالا امر دعا رو کم بشمارن، یا اینکه طوری احساس بکنن که خودشون رو بالا بدونن، یا اینکه بی‌نیاز بدونن.
بعضی هستن که خب از نظر مادی و چیزها در بی‌نیازی هستن. من نیاز به خداوند نیست که نیازی نیست که دعا بکنم. این امر بسیار امر خطرناکی است که انسان این گونه فکر بکنه، چون که شیخ فرمودن اگر انسان حتی بند کفشش رو میخواد طلب کنه باید از خداوند طلب بکنه. و در حدیث ما داریم که رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند که وقتی که شما درخواست میکنید از خداوند و طلب میکنید بسیار طلب کنید و الها بکنید، یعنی پافشاری بکنید در درخواست کردن. نه اینکه انسان حالا بعضی هستن مثلا تماس میگیره میگه من دعام قبول نمیشه، چند بار دعا کردم خداوند دعای ما رو نپذیرفته. حالا ما به این برادر یا این خواهرم میگیم که شما از کجا میفهمید که خداوند دعای تو رو نپذیرفته یا دعای شما قبول نشده؟ اینه که انسان مؤمن باید طلب بکنه، چنان که حضرت عمر میفرمند میگه که من در اینی که دعا قبول بشه شکی ندارم، ولی در اینه که دعا بکنم من یعنی درش گیر هستم که خداوند به من توفیق بده که دعا بکنم. یعنی درخواست یعنی طلب یعنی پذیرفته شدن طلب تو یا دعای تو به تو ربطی نداره. اون چیزی که به انسان مسلمان مرتبط هست اینه که از خدا بخواد، همون یعنی خواستنه، خواستن مهمه. نه اینکه حالا حتما اجابت بشه، اجابت بشه. مثلا شما درخواست بله. اینی که انسان باید همیشه از خداوند بخواد که بهش توفیق بده که دعا بکنه. و در حدیث ما داریم که پیامبر صلی الله علیه و آله می‌فرمایند که خداوند بسیار با حیاست و بسیار کریم هست و وقتی که بنده به سوی خدا دست دراز میکنه خداوند شرمش میاد که این بنده رو اجابت نکنه یا اینکه دست خالی او رو برگردونه. حتی در روایتی ما داریم که در دستش خیری میذاره. نگاه کنید خیلی امر مهمه، میگه بدون چیزی او رو بر نمیگه، حتما خیری در دستش میذاره. یدا و خیرن فی یدی، یعنی خداوند در دست این بنده مسلمان خیری رو میذاره. پس اینجاست که مهم اینه که انسان از خداوند بخواد که توفیق دعا رو بهش بده، چون اصل دعا خودش عبادتش، چون که شیخ فرمود الدعا هو العباده، اصل عبادت دعاست. چون که در نماز و قرآن در ما حج داریم خودش اکثر دعا هست و ارتباطی که با مثلا مسئله حج و سایر عبادات دیگر که داریم. ما در روایت داریم که رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که نماز رو تمام می‌کردن بعد از اینکه سلام می‌دادن سه بار استغفار می‌کردن، طلب مغفرت می‌کردن. این یا در مثلا حج، مسئله حج وقتی که انسان مناسک حج رو انجام میده، خب انسان که کامل نیست و عبادات رو هم نمیتونه که اون طوری که باید و شاید 100% انجام بده. به همین خاطر رسول الله میفرماید سدد و قاربو، یعنی انسان باید سعی بکنه که نهایت سعیش رو بکنه که کار رو خوب انجام بده. حالا اگر نتونست لاقل نزدیک اون باشه، نزدیک بکنه به مثلا 80% 90% رو خوب انجام بده. و این استغفار و این دعاهایی که بعد از عبادات وارد شده در نماز، در روزه، در حج، اینا همه به خاطر اینه که اگر نواقصی در این عبادات صورت میگیره انسان دعا میکنه، استغفار میکنه، طلب مغفرت میکنه که بار الله اگر کوتاهی بود، نقصی بود، نواقصی بود به بزرگی خودت، به عفو و بخشش خودت از ما در قبول کن. بله از ما قبول کن. خیلی متشکرم استاد زهرابی. من ارتباطش رو با حج توضیحات دقیق بود در مورد دعا، هم در آیات حج هست هم وقتی که مناسک حج رو میبینید از همون ابتدای طواف شما با دعا در ارتباطید. اصل عرفه که اصل حج هست، اصل حج محسوب بله. میشه دقیقا موقعیتی است که برای دعا طرح شده، در واقع ایجاد دقیقا. شده توی رمل جمرات، توی هر موقعیتی که شما قرار میگیرید در حج، یکی از چیزهایی که متصل هست به حج دعاست. این علت شما میخواستم بدونم و ارتباطش رو اگه ممکنه. بله ببینید، ذکر و دعایی که از محوری ترین موضوع همه عبادات مخصوصا حج. در حج ما اعمالی رو که اصلا انجام میدیم، بریدن از دنیا، از لحظه اول، از احرامی که میپوشه شخص،
یعنی خودش رو از دنیا قطع میکنه و کلن اختصاص پیدا میکنه، با اینکه ارتباطش رو با خداوند قوی‌تر کنه و نزدیکتر بشه، و همه اینها به خاطر این معانی. یعنی وقتی کسی داره این همه مسافت رو میره، این همه راه رو میره، اونجا تعلقش رو از همه این چی که متعلق به دنیا هست رو جدا میکنه در ظاهرش، در باطن هم باید این کار رو بکنه. در ظاهر ما اهل و خانوادمون رو تنها میذاریم میریم، زندگیمون رو، وطنمون رو، مال دنیا، هرچی رو که داریم، میرسیم اونجا به میقات که میرسیم یک لباسی رو میپوشیم و با پوشیدن این لباس دیگه همه لباسهای دیگه، همه زینتهای دیگه، همه لذتهای دیگه رو کنار میذاریم. با شروع این نیت هست که ما لبیک رو شروع میکنیم. خود لبیک دعاست، خود لبیک ذکره، یعنی همه اینا رو کنار گذاشتم، فقط اومدم تو رو یاد کنم، اومدم. و این رمز این که خانه خدا رو داری ملاقات میکنی، در حالی که خداوند همه جا هست و همطوری که در خود قرآن کریم میفرماید که به هر طرفی، به هر طرفی رو کنی خداوند هست. و اما این عبادت اختصاص پیدا میکنه به این که انسان این سفر رو انجام بده تا همه تعلقات رو از خودش دور کنه و بشینه خداوند رو یاد کنه، خداوند رو ذکر کنه. و در همه مواقع از لبیگویان شروع شده، از تکبیر الله اکبر گفتن، از سبحان الله گفتن که در مسیر راه سنته، که در مرتفعات سبحان الله بگی، در اونایی که سراشیبی ها و پایین تر و کمتر هست، زمین پستر هست، در اونجاها سبحان الله بگی. و این تکبیر و تسبیح گفتن و حمد گفتن خداوند ادامه داره تا طواف، در طواف حضور داره این دعا کردن، در خود طواف همه اینها هست و ذکر خدا وجود داره. چرا؟ چون اصل همه اینها برای اینه که انسان رو به خداوند برسونه، و الا این شکل ظاهری، حتی نمازی هم که میخونیم، روزه‌ای هم که میگیریم، زکاتی هم که میدیم، اینها شکل ظاهریه که عبادتن، کاری به اون ندارم که منافع دیگری هم برای انسان دارن، برای جامعه دارن، ولی همه اینها برای یک نقطه اومده، این که انسان رو به خداوند نزدیک کنه و انسان رو در قرب خداوند و بین انسان و بین خداوند به رابطه قوی وجود داشته باشه، که وقتی انسان نام خدا رو میبره لذت ببره از نامش، حتی احساس کنه که لبای انسان وقتی که لفظ الله رو میگه و الفاظ دیگری در حمد و ثنای خداوند میگه لذت ببره، وقتی اذان رو میشنوه لذت ببره. خیلی از بزرگان ما اینجوری بودن، وقتی که مثلا اسم پیامبر رو میشنیدن به وجد میومدن، به لذت میومدن از شنیدن نام ایشون، همچنین از شنیدن نام خداوند. وقتی که نام خداوند رو میشنیدن همین گونه بوده، و به خاطر همین همه عبادات داره به این سمت و سو میره که این عبادت هست. گذشته از اینا من میخوام این نقطه رو بگم، خود دعا کردن یک فضلی از خداونده، یک نعمتی از خداونده، همینطوری که شیخ اشاره کردن. این در واقع نصیب هر کسی نمیشه. حضرت عمر هم اگه دعا کردن اینی لا احمل هم الدعا و انما احمل هم لا احمل هم الاجابه انما احمل هم دعا، معنیش همینه، نه اینکه بگم مثلا یا اصلا دعا مهم نیست که اجابه میشه یا نمیشه، مهم اینه که من اجازه دارم دعا کنم، خدا این اجازه رو من دارد این دعا رو بکنم. امتیاز میشه گفت، این امتیازه. بله، چرا خداوند به فرعون این اجازه رو نداد؟ چرا خداوند اجازه نداد فرعون بهش نزدیک بشه، دعا کنه، توبه کنه؟ چرا توفیق پیدا نکرد به توبه کردن؟ من نه تنها فرعون، همه فرعون‌های دیگر، همه طاغوت‌های دیگر، همه انسان‌های ظالمی که زبونشون بسته شده از توبه کردن و زبونشون بسته شده از اینکه به خدا نزدیک بشن. یکی از عارفین میگه هر وقتی که دیدی نمیتونی دعا کنی، بدون که معاقبه شدی به گناهت، بدون که تو معاقبه، خداوند داره تو رو معاقبه کرده به گناهت. خیلی وقتا فکر میکنیم که ما حالمون خوبه، عذاب نازل نشده، جسممون سالمه، ولی نمیتونیم دعا کنیم، دعا نمیکنیم، اهمیتی هم نمیدیم. این در واقع عقابه. دقیقاً من این بدترین عقابیه که انسان بهش مبتلا میشه، که نمیتونه با خداوندش راز و نیاز کنه. اصلا مطرح نیست این که به نظر بنده بله یک خیلی دلپذیره، خیلی خوبه، خیلی لذت بخشه وقتی که دست بلند میکنی دعا میکنی خداوند اجابت کنه دعات رو، خیلی جالبه و انسان اظهار احساس لذت میکنه، ولی در این حال اگر هم اجابه نشه، همین که داره اجازه بده داده دعا کن، بگو این خیلی مهمه که خدا به من اجازه دعا کنم. یک این که دیر منو اجابه میکنه، یعنی خداوند از این که من دارم ناله میکنم، از این که دارم تضرع میکنم، از این که دارم ازش التماس میکنم
از این رضایت داره و میخواد من بیشتر این کارو بکنم. به خاطر همین زود اجابتم نمیکنه. اگه زود اجابتم میکرد و زود دعامو میپذیرف، شاید دعا نمیکردم دیگه. و این که من در این حالتم و خدا میخواد که من در این حالت بمونم، میخواد همچنان ادامه بدم به دعا کردن، ادامه بدم به تضرع، ادامه بدم به ناله کردن در بارگاهش. به خاطر همینه زود بهم نمیده، میخواد بمونم و اینو این به این لذت برسم که چقدر لذت بخشه با خدا راز و نیاز کردن. و اگه خدا این رو نصیب انسان بکنه، به نظر من صرف نظر میکنه از اجابت. هم باز از خدا میگه خدا اجابت نکن، بذار من بیشتر ناله کنم، بیشتر تضرع کنم، بیشتر به تو نزدیک بشم، بیشتر به تو با تو راز و نیاز کنم. خیلی ماها از این نعمت، از این لذت محرومیم، به دنبال اجابت میگردیم. اگر یکم تأخیر شد و اجابت نشد، دیگه داریم چیز میکنیم، آهناله میکنیم، نگران اینیم که اجابت نشده پس وضع ما خیلی بده. نه، اجابت نشدن به خاطر این خداوند ناراحتی. خیلی خیلی متشکرم. من استادش میخوام به همین برسم که چرا با همه این امتیازی که در اختیار ماست، با اصلا ساده تر از دعا دیگه هیچی نیست. ولی با این حال خیلی ها بی نصیبن از این قضیه، خیلی ها اهمیت نمیدن، خیلی ها براشون مهم نیست این قضیه، حالا به دلایل مختلف بر اساس موقعیت هایی که توش هستن. این امتیاز رو چگونه یک بنده از خودش سلب میکنه و چه عواملی باعث میشه که انسان در جایگاهی قرار بگیره که امتیازی به این بالایی رو که میتونه در واقع بهره زیادی تو زندگیش ببره، خیلی از مشکلاتش رو حل بکنه، چه مشکلات دنیوی چه اصلا این صمیمیتی که بین انسان و باری تعالی ایجاد میشه در حین دعا کردن رو، این لذتش رو از دست بده، چه چیزیست که باعث میشه؟ بله، ممکنه چند چیز در این امر دخالت داشته باشه. اولا مسئله اول که خیلی مهمه، شیطان هست که همیشه در صدد و در کمینه که انسان رو از دعا کردن غافل بکنه. و به همین خاطره که اولین چیزی که شیطان وارد میشه اینه که یأس و ناامیدی در دل انسان به وجود میاره و میگه که خب توی بنده ای که هی داری دعا میکنی و دعات اجابت نمیشه قبول، برای چی دعا داری میکنی؟ و به همین خاطره که خداوند میفرماند که لا تیأسوا من روح الله، یا در جای دیگه لا تقنطوا من رحمت الله. یعنی کسانی که ظلم میکنن به خودشون، ستم میکنن، خطا میکنن، گناه میکنند، اینجا شیطان میگه، میاد وارد میشه میگه تو که همه کارهای خطا کردی، همه گناه کردی، دیگه رحمتی نیست در مورد خدا، یعنی از جانب خدا رحمتی برای تو نیست. در حالی خدا هم میگه لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا هرگز ناامید نشید. ان الله یغفر الذنوب جميعا، خداوند همه گناهان رو میامرزه. اگر بنده به سوی خدا بیاد، ما در روایت داریم در حدیث قدسی که پیامبر از جانب خداوند روایت میکنه، میگه که بنده من اگر یک وجب به سوی من بیاد، من یک ذرا به سوی او حرکت میکنم. اگر بنده من یک ذرا به سوی من میاد، من یک گز به سوی او میام. و اگر او به حالت به حساب پیاده بیاد، من به سوی او شتابان میام. اذا اتانی هرولت، اذا اتانی یمشی اتیتو هرولتن، اگر پیاده به سوی من بیاد حرکت بکنه، من شتابان به سوی او میام. یا کنید خداوند با این وضعیت خیلی وضعیت محرومه. بله، خیلی محرومه. و خداوند میفرماند که خداوند بسیار خوشحال میشه از توبه بنده، از بازگشت بنده به سوی خدا. نیا کنیم، ما در حدیث داریم که پیامبر صاحب مثال میزنه، یک مثال میزنه، میگه نیا کنید شخصی سوار بر مرکبش میره در بیابان، مسافرت میره، به بیابان میرسه، بیابان میرسه و در جایی شطرش رو همونجا میبنده و زیر درختی میشینه استراحت میکنه. شطرش فرار میکنه، چشم که باز میکنه بینه شطرش نیست. خب از شدت تشنگی و گرسنگی اونجا زیر سایه درختی دراز میکشه، منتظر مرگه. یه مرتبه چشمش باز میکنه، میبینه که شطرش بالای سرش ایستاده. میگه نگاه چقدر این بنده خوشحال میشه. از شدت خوشحالی اون بنده میگه که من خدای تو هم، تو بنده منی. نگاه که میگه خداوند از این بنده خوشحالتره به رجوع و بازگشت بنده به سوی خدا. این مسئله بسیار مهمه. مسئله دوم که باز خیلی مهمه، عدم یقین و متیقن بودن انسان هست. که انسان یقین کامل در وجودش نیست که حالا
وقتی بهش میگن که دعا بکن که خداوند دعا تو قبول میکنه، این مشکل تو حل میکنه، این یقین و باور درش وجود نداره. و به همین خاطر که در حدیث ما داریم که ادع الله و انتم موقنون بالاجابه، خیلی مهمه، ادع الله و انتم موقنون بالاجابه. انسان وقتی دعا میکنه باید یقین داشته باشه که خداوند دعاشو قبول میکنه. مسئله بعد اینه که انسان اگر قلبش غافل باشه از یاد خدا، یعنی قلب حضور قلب نداشته باشه، فقط یک کلماتی بر زبان جاری بکنه بدون اینکه قلبش حاضر باشه، در دنباله همین حدیث ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه، در دنباله میفرماند که خداوند هرگز دعای کسی که قلبش غافله رو قبول نمیکنه. دعای کسی که قلبش غافله رو قبول نمیکنه. چطوری انسان قلبش حضور نداره، حاضر نیست و قلبش آماده نیست، فقط زبان از زبان چیز جاری میکنه فقط. حتما زبان باید طوری باشه که موافق با قلب باشه و قلبش حضور داشته باشه که بین چی میگه. و به همین خاطر در روایت ما داریم که رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند وقتی که شب یکی از شما بیدار میشه و میخواد دعا بکنه، اگر دید که داره خوابش میگیره بخوابه و شاید بخواد میره برای اینکه دعا بکنه نفرین بر خودش میکنه. این خیلی مهمه که انسان نسنجیده و نفهمیده چیزایی را بگه. خیلی هستن که ممکنه جملاتی بر زبان میاره که اصلا مفهومشو نمیدونه و همینطوری شاید یاد گرفته بدون اینکه بفهمه این چی هست، دعا هست یا دعا نیست. من یادم یک زمان یکی اومد و یک کتابی رو آورد که من این دعا رو میخونم. اون دعاها چی بود؟ کتاب سحر و جادو بود. عجب. بله، داشت مثلا اونا رو میخونم، میگه وقتی اینا میخونم اینقدر اذیت میشم که حساب نداره. گفتم این دعا به درد نمیخوره، اینا دعایی است که تو اذیت میشی وقتی اینا رو میخونی، 100% اذیت میشی. پس انسان باید بدونه که چی داره میخونه و چی داره طلب میکنه. و مسئله بعد که انسان باید سعی بکنه چیزهای معقول بخواد، چیزهایی که امکان پذیر هست از خداوند بخواد، نه اینکه بخواد چیزهایی رو مستحیل و چیزهایی که اصلا امکان پذیر نیست بخواد دعا بکنه و از خداوند بخواد. بسیار بسیار متشکرم از توضیحاتتون. از حج میگیم یه سری بزنیم به خود حرم و اتفاقاتی که اونجا میفته. گوشه هایی رو انتخاب کردن دوستان به شکل یک میان برنامه چند دقیقه، 3-4 دقیقه فکر کنم با هم میبینیم، بعد برمیگرم ادامه مبحث رو خواهیم داشت. ومن كان فيها ذا مقام العز والجلال إن العطايا إن الهدايا يا بدر قدر من يهديها ليس الهدايا قدر من تهداله ولا لا إذن عظم الهدية بعظم المهدي. شوفوا هدية رب العز والجلال مش بتكون، فاحرصوا خلوا علاقتكم أول شيء، تعبدوا بعملكم، أنتم اجتمع لكم شيء ما اجتمع لغيركم، شرف الزمان وشرف المكان، فأخلصوا واجعلوا عملكم لله، اجعلوا هنا الصادق لله بس، وابشروا ربي يعطيكم. الله أكبر لا إله إلا الله
بله الله اکبر الله اکبر الله اکبر ولله الحمد. خب اگر که دوستان زحمت بکشن شماره تلفن ها رو هم زیر نویس بکنن که ما تلفن داشته باشیم. من خواستم در مورد این کلیپی که پخش شد توضیحاتی اگر تعلیقی داشته باشید. اینی که با توجه به این که مثلا کسایی که الان تو این کلیپ پخش شد نشون داد ماموران انتظامی نیروی امنیتی و انتظامی بودن، ولی با این حال به شکل یک دعوتگر عمل میکردن، یعنی تشویق به استفاده بهره بردن از این فضا، کمک کردن مردم که اینکه خالصانه در واقع در از ایام حج و از این زمان و مکانش خوب استفاده بهره ببرند. این تداخلی نمیکنه به نظر شما؟ چقدر امتیاز این یا این اشکال نیست به این قضیه که ماموران امنیتی این گونه باشن، یا حالا این امتیازه که این گونه هستن؟ برای ارتباط مثبتی که وجود داره بین نیروهای امنیتی و انتظامی عربستان سعودی با حجاج و توجهی که به اونها میشه از هر جهتی، راهنمایی در مورد حج میکنن، مردم جمعیت اونجا خیلی زیاده، جمعیتی که برای حج اومدن، و این جمعیت زیاد مسلما در خیلی از موارد نیاز به راهنمایی دارن. وقتی که یک نیروی امنیتی، خب همه جام شاید دسترسی دارن، هم اونا حضور دارن، همین که دسترسی به یه مرشد یک راهنمایی حج شاید براشون میسر نباشه. به خاطر همین واقعا همه گونه خدماتی رو نیروهای انتظامی سعودی در اختیار مردم میذارن و برخورد بسیار خوبی که اونها دارن و راهنمایی کردن مردم، سواء اینکه این راهنمایی به مسائل احکام حج باشه یا اینکه کسی که گم میشه، کسی که راه رو گم میکنه، کسی که موضوعی رو نمیدونه، داره کار رو اشتباه انجام میده، و گذشته از همه اینها، غیر از اینکه ایشون مدن داشت مثلا راهنمایی میکرد، یکی از کارهایی که دارن انجام میدن اینه که مردم رو یادآوری کنن، بگن برای چی اومدن، چه چیزی اینجا خیلی مهمه. اینکه عبادت، اینکه ایشون میگفت همین بود، اینکه کاری که شما براش اومدید عبادت خداوند است و این خیلی مهمتر از هر چیز دیگریه. یه نکته خیلی جالبه اینکه تبلیغاتی که الان در ایران را انداختن، اونایی که با حج سر دشمنی دارن، اینکه از عربستان خرید نکنید، گویی اینکه خیلی چیز مهمیه. این خود نیروی انتظامی داره همینو میگه، میگه هدیه مهمی که شما با خودتون ببرید اینه که اینجا به خداوند نزدیک بشید، اومدید عبادت کنید، این خیلی مهمه، شرف این مکان، شرف این زمان، اینو در نظر داشته باشید. اینو خود عربستانی دارن میگن به مردم، شما در واقع تشویق میکنن که تشویق به عبادت نکنید، خرید نکنید، برید همون مسجد. داره همون رو میگه، اصلا هیچ وقت نبوده که مردم رو تشویق کنن به اینکه خرید بیشتر بکنید. یا مثلا ما نمیبینیم اونجا مثلا بروشورای توزیع بشه در تبلیغات تجاری، هیچی از این وجود نداره، در حالی که شرعاً این کار حلاله، شرعاً این کار درستی، اصلا نه این گونه. اصلا در اوائل وقتی که حج رو انجام میدادن تجار می اومدن، کالاهاشون رو می آوردن، قبل از اینکه مراسم حج شروع بشه، خب اشهر الحرم یا میقات زمانی 2 ماه و 10 روزه، نه 2 ماه و تقریبا 1 ماه اونجا، 10 ماه، آره 3 ماه، نه 2 ماه و 10 روزه، آره کل مدت همین 2 ماه و 13 روز تا تموم بشه. خب این 2 ماه و 13 روزی که ایام حجه، از قبل تر می اومدن کارهای تجاریشون رو می آوردن، خرید و فروشی صورت می گرفت، اونی هم که می اومد برای حج شرعاً منع نیست. لیشهدوا منافع لهم، خدا می فرماید شما حج کنید و شاهد منفعت برای خودتون باشید. هیچ مفصلی نگفته منفعت فقط منفعت اخرویه، بلکه منفعت دنیا، اونی که سیره به ما میگه، اونی که تاریخ به ما میگه این بوده که اومدن کالاهاشون هم عرضه کردن، خرید و فروشی هم صورت گرفته، بعد رفتن حجشون هم انجام دادن. و این خیلی جالبه، من میخوام هم نقش و جایگاه نیروهای انتظامی عربستان سعودی که بسیار بسیار مؤثر در امنیت بخشیدن و ایجاد امنیت کردن برای بیش از 3 میلیون آدمی که اونجا حضور پیدا میکنن و مراسم حج رو به جا میارن، مشکلاتی که پیش میاد به خیلی خیلی کم هست به نسبت ازدحامی که وجود داره. دارن تماس داریم آقای هاشم ایزدی، فرمایید من بله. تماس ها رو بگیرم بله. بعد در خدمت بله. خب نمیدونم، اولین نفری آقای حمید از ایران. عرض سلام دارم خدمتتون آقای حمید، بفرمایید.
وعلیکم السلام و رحمت الله. جناب استاد محمودی بزرگوار، خدمت اساتید حاضر استودیو هم عرض سلام و شب بخیر دارم. استاد محمودی، من دیشب هم تماس گرفتم 20 دقیقه پشت خط بودم ولی متاسفانه نوبت به من نرسید. ازتون خواهش کنم همیشه اجازه بدین من خواستم عیبش مستقیم با استاد زهراوی صحبت کنم. سوال زهراوی، من بفرمایید سوالتون. جناب استاد زهراوی زنده باش. من سوالم استاد محمودی همون سوالی است که دو شب قبل تماس گرفتم پرسیدم. شما فرمودید آقای سجودی جواب میدن متخصصن، ایشون متاسفانه جوابی ندادن جز اینکه گفتن مقدمه نگید لطفاً. سوالتون رو بفرمایید چون پشت خط هستن. بفرمایید سوالتون رو. چش من سوالم این بود جناب استاد زهراوی، من روایتی رو خوندم، روایتی که در کتاب امام آقای البانی در صحیح سنن امام نسائی میارن و میگن 100% هم صحیح هست که میگن صحابه از ترس جناب معاویه و بغض حضرت علی تلبیه رو کنار گذاشتن، ترک تلبیه کرده بودن. من از این روایت دو تا سه تا سوال برام پیش میاد جناب استاد زهراوی بزرگوار. یک، توی روایت به صراحت میگه که عده از صحابه بغض حضرت علی رو دارن. خب شما میدونین این بغض نشانه نفاق است بنا به تفسیر صحیح مسلم. از اون مهمتر برای من اینه که میگه یک سنت رو ترک کردن، سنت تلبیه رو ترک کردن. خب صحیح بخاری میگه ترک سنت موجب کفر است. حدیث صحیح در صحیح بخاری. خب بسیار متشکر، ببخشید چون تماس زیادی داریم و موضوع هم اصلا چیز نیست، کاملا مفهوم شد همینو پاسخشون انشالله خواهید شنید. استاد سجودی هم اون شب پاسخ شما رو دادند مبنی بر این که این احادیث رو شما منقطع رأی چیز میکنید، یعنی تلاشتون بر این است که شبهه ایجاد بکنید. تو یکی از این برنامه هم حدیث رو از کتاب بخاری ذکر کرده بودید اما یک بخشی از حدیث رو حذف کرده بودید. 45 دقیقه به شما فرصت دادن که توضیح بدید در مورد اینکه چرا این بخش از حدیث رو حذف کردید برای اینکه بخواید ایجاد شبهه بکنید، اما هیچ پاسخی نداشتید و این رو علت دونستن که این روایت هم قطعا به شکل دیگر داره ارائه میشه. حالا به هر حال این رو پاسختون رو امشب انشالله خواهید گرفت. تلفن بعدی آقای عبدالرحیم از ساوه. عرض سلام دارم خدمتون آقای عبدالرحیم. سلام علیکم جناب استاد محمودی، علیکم سلام جناب استاد زهراوی و استاد بزرگوار دیگر. از شوقم اسمای شما یادم میره. بله سوالتون رو بفرمایید آقای هاشمی. استاد هاشمی بله سوالتون رو بفرمایید لطفا. جناب استاد هاشمی سوالتون سوالی ندارم جناب استاد معمولی. 3 سال بود حسرت به دل مونده بودم که صدا و تصویر شبکه نور رو که دانشگاه تمیز و مطهر پاکه داشته باشم. 3-4 روزه تاش از خدا بیشتر میخواستم. دعا مستجاب شده. دست همه شما رو به عنوان افضل معلمین میبوسم. همه شما نمیشه سوا کرد جناب سجودی، همه شما رو و از شوق این روزها دل در بیارم. و مولانا فرمود چنان مستم من امشب که چنبر برون جستم من امشب. این عبدالرحیم رو میگه بابا. خدا پشت و پناهتون باشه، خدا همه تون حفظ کنه. شیعه مهتدی انشاءالله قدیمی هستم و به این اعتقاد اسلام ناب عزیز افتخار میکنم. خدا خدا دعا کنید. همه شما رو دوست دارم. خدا یار نگهدارت. ممنونم. علیکم السلام و رحمت الله. ممنونم از اظهار محبت، از اظهار محبتتون. این ایام ایام دعاست و اجابت. ما رو دعا کنید و امیدواریم که بتونیم در مسیر ارائه اسلام و توحید قدم‌های خوبی رو برداریم و مفید باشه ان شاء الله. آقای کاظمی از ایران. عرض سلام دارم خدمتتون آقای کاظمی. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای محمودی و سلام. استاد عزیزمون استاد زهراوی بزرگوار. استاد زهراوی عزیز، بنده این روایتی رو که بیننده گفتن من کامل الان نگاه کردم، هیچ برشی داخلش نبوده ولی آقای سجودی چون بلد نبود جواب بده دروغو روایت رو گفت بریدن. من روایت براتون میخونم. نیاز نیست دوست عزیزم، دوست عزیز نیاز نیست. خیلی متشکرم از اینکه پشتیبانی کردید و خب این تاکید میکنه که شما هم همرأی هستید با آقای حمید و همون سوال رو دارید. انشالله که پاسختون رو خواهید گرفت. دوست بعدی آقای محمد از یزد.
عرض سلام دارم خدمتتون آقای محمد از یزد. بفرمایید. سلامت کردیم خدمت شما، مخصوصا جناب آقای زهراوی. علیکم السلام. من البته استفاده میکنیم از برنامهاتون، خیلی تشکر میکنیم. من فکر میکنم که البته این مربوط به همه برنامهاتون است، فکر میکنم که شما یه خورده کوتاهی میکنید در حق حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله، و اونم اینه که ما در حدیثی که داریم در خود حجت الوداع حضرت رسول الله سه دفعه سفارش کردن به یکی از ثقلین که گفتن اهل بیتی اهل بیتی اهل بیتی. در حدیث بخاری چند جا من دیدم که وقتی از حضرت رسول الله پرسیدن که اون جایی که در قرآن میگه سلو علیه و سلمو، اون سلو علیه برای شما چجوریه، ایشون فرمودن هر وقتی خواستید بر من صلوات بفرستید بگید صلی الله علیه و آله و سلم. چرا شما آله جا حذف کردید میگید صلی الله علیه و سلم؟ شما الان دارید نافرمانی میکنید از حضرت رسول الله در جمع در رسانه ها. شما باید افتخار. خیلی متشکرم، بنزه کافی توضیح دادید در مورد موضوعتون صلی الله علیه و آله و سلم. این شبهه رو نمیتونید وارد کنید به اهل سنت، چون اگر به کتاب‌های من فقط یک مورد رو میگم، اگر به کتب فقهی اهل سنت مراجعه بکنید، تشهد آخر نماز در همه کتب فقهی صلی الله علیه و آله و سلم هست. این ثبت شده است برای اهل سنت و جز احکام فقهی اهل سنت، به همین خاطر این شبهه نمیچسبه به اهل سنت. و به هر حال این رأی شماست و برای خودتون محترم، ما هم سعی کردیم که پخش کنیم که این رأی رو بشنوید. انشالله امیدواریم که یه روزی شبکه‌های ایران هم این اجازه رو بدن که ما بتونیم آرای خودمون رو همینطور که شما آزادانه میگید اونجا هم این خفقان نباشه و با آزادی بشه این حرف ها رو هر کس رأی خودش رو بگه. خیلی متشکرم از تماستون و اعتمادتون به این شبکه که از این طریق حرفاتون رو میزنید. آقای سعید از تهران، عرض سلام دارم خدمتتون آقای سعید. هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان، امیدوارم که تو این ایام حج همه مؤمنان این توفیق داشته باشن که مشرف بشن به حج. آمین آمین. و دعاگوی ما باشن ان شاء الله در این ایام. آمین. ایام حج فکر میکنم مقارن هست با در واقع این ایام با سالگرد حادثه منا که سال گذشته اتفاق افتاد و هنوزم فکر میکنم دولت سعودی سالگرد منا. خب هر سال حج بشه شما میگید سالگرد مصادف هست با اینکه مصادف نیست دیگه، مرتبط هست به همین موضوع، مصادف هست با بله، سالگرد خیلی از سالگردهایی که در حج اتفاق میفته. بله در این بفرمایید من توضیح میدم خدمت. بله ببینید پارسال حادثه واقعا دلخراش بود و ما پیرار سال هم نگران پیرار سال از دو سال گذشته. بله من همون سالی بود که اتفاق افتاده دیگه، پارسال که اصلا ایرانی ها بهشون اجازه داده نشد. بله تصحیح کردم بنده حرفتون. بله من فکر میکنم که حالا بد نیست از مقصران این حادثه هم شما یه یادی بکنید، ببینید اون اتفاقی که افتاد و هنوز هم کسی یک بار شما طرف گفتید این اتفاق کار ایرانی ها بود، یک بار گفتید کار سعودی ها بود، بالاخره تکلیف ما مشخص نشد. این سعودی نبود، این عربستان، یک بار نبود حتی اوستای بکنه از ایران بود، این همه کشته و شهیدی که داده. و شما هم با توجه به این که زبان فارسی صحبت میکنید ایرانی هستید، یک بار نشده حمایت بکنید از این همه شهیدی که ایران تو این حادثه. کم لطفی میفرمایید دوست عزیز، خیلی متشکرم از تماستون. کم لطفی میفرمایید، چون ما برنامه مستقل در مورد در همون زمان این اتفاق افتاد، میزه گرد اختصاصی چیز شد، محکوم شد این اتفاقی که افتاده، قطعا در واقع این احترام کسانی که آنجا به شهادت رسیدن و در واقع تو اون حجم جمعیت جان خودشون رو از دست دادن که درصد زیادشون هم از اهل سنت بودند، محکوم هست این اتفاق. ولی اینکه هر سال راجع به این موضوع هی بگیم کمکی به این قضیه نمیکنه، اتفاق خاصی نمیفته، شبکه محکوم کرده، اگرچه که شما دارید کم لطفی میکنید میگید این اتفاق نیفتاده، مفصلا راجع به موضوع در زمانش صحبت شده.
این مسئله، اگرچه که شهدای زیادی در اون حادثه اتفاق افتاد دو سال قبل، اما یک موضوع بعد از اینکه موضوع عربستان و ایران باشد، یک موضوع دیپلماتیک بین ایران و عربستان هست که اگر عذرخواهی یا اگر اتفاقی بخواد بیفته بین اون دو کشور هست و توضیحاتی که رسانه‌های مختلف میدن در همین راستاست که موضوع رو در واقع فقط در موردش صحبت بکنند. نما در واقع نماینده عربستان هستیم که بخوایم عذرخواهی بکنیم یا این عذرخواهی، و نه شما نماینده ایران که بخواید در این مورد درخواست خواسته داشته باشید. اتفاقی که میفته در یه همچون مواردی بین کشورهاست و آنچه که الان میبینیم، عربستان هم در مورد آتش سوزی، آتش دادن، به آتش کشیدن سفارتهاش معترض هست به ایران، ایران هم در مورد این حوادث معترض است به عربستان. این همین موضوعات هم باعث شده که بین دو کشور تا الان در واقع روابط تیر و تار باشه. خوشبختانه آنچه که در خبرها امروز هم اتفاقا من شنیدم اینه که بین دو کشور الان داره ارتباط ها بهتر میشه. در صحبت های آقای ظریف هم بود که توافق کردند با عربستان که بعد از ایام حج کاردارها رو به کشورهای خودشون بفرستن، سفارت ها رو دوباره راه اندازی بکنن. امیدواریم، به هر حال امیدواریم که روابط خوب باشه. هر چقدر روابط بین کشورهای اسلامی صمیمی تر باشه، قطعا برای جهان اسلام بهتر خواهد بود. ولی از ما نخواهید که عذرخواهی بکنیم، یا عربستان که نمیاد از شما تک به تک از تمام افراد عذرخواهی بکنه. بین خود کشورها این اتفاق میفته و به نظر میاد که این اتفاق افتاده، اگرچه که رسما اعلام نشده به شما. خیلی متشکرم از تماستون. اگر تماس دیگه این نداریم، خب آخرین تماسمون آقای محمد از ایران. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید، خیلی خوش آمدید. متشکرم از اینکه این فرصت رو به من دادید. بله، من هم آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو دارم برای همه زائرینی که در مکه و مدینه به سر میبرن. امیدوارم که این نصیب همه آرزومندا بشه. خدمت شما شود که بعض مواقع نکاتی که در نظر یک عده بسیار قلیلی بسیار کوچیک و ناچیز میاد، ولی می‌بینیم که در واقع همون نکته کوچیک که در نظر اون چند نفر کوچیکه، یک هویت بزرگ برای یک ملت به نظر شما شود که، و متأسفانه در مستندی که از شبکه شما پخش شد به هویت ما یه جورایی توهین شد، و در اون مستند اسمی از متاسفانه نام جعلی خلید عربی برده شد و بعد هم توجیه شد مبنی بر این که حالا یک گوشه کوچکی از این سند این رو آورده بودید، که من به نظرم این کار واقعا یه جورایی یه ما رو زیر سوال برد، چون که خلید پارس اسمیست که هزاران سال است که این اسم بوده و هست و خواهد ماند، و وقتی که اسم جعلی اون رو که خلید عربی نام داره اسم جعلی اون رو برده میشه، متاسفانه همه اذهان و همه هویت‌های دیگری در ایران جریحه‌دار میشه و انسان‌ها واقعا جریحه‌دار میشن، چون که واقعا مردم ایران، ملت ایران نسبت به این اسم بسیار حساس هست. بسیار متشکرم. بعضی لازم هم فکر کنم توضیحاتتون رو دادید، کاملا نظرتون درست است. این احترام به رأی شماست که این صدا رو پخش کردیم که شما از این موضوع و دلخوریتون بفرمایید. چند شب پیش هم که تماس گرفتید من خدمتتون عرض کردم مستندی است که تولید کنندش ما در واقع دوبله کننده مستند بودیم. اگر که حالا این اسم سهواً در مستند پخش شده، این دلیل بر حکم ما، رأی ما نیست، بلکه همونطور که خدمتون اون شب هم گفتم کشف حجاب برای ایران ممنوعه، اما فیلم‌های خارجی، مستندهای خارجی که پخش میکنن کشف حجاب رو به راحتی نشون میدن. فیلم‌های خارجی پخش میشه، بازیگران خارجی بدون حجاب میان. این دلیل بر تایید تلویزیون ایران بر اینکه اون خانم میتونه با بدون حجاب در برنامه شرکت بکنه نیست، بلکه برنامه رو از یک جای خریدن و پخش کردند. همین اتفاق هم توی
مستندهایی که حالا یکی از مستندها که شما یک گوشه‌ایشو پیدا کردید و تبدیلش کردید به یک عنصر بزرگ برای اینکه بتونید شبکه رو بکوبید، این ارزشمند نیست این کارتون، اما شبکه با این حال یک بار دیگه من میگم وقت به شما داد، چند بار الان دارید تماس میگیرید، هر شب راجع به موضوع صحبت میکنید، هیچ اشکالم نداره، ما هر دفعه بهتون اجازه میدیم که صحبتتون رو بکنید، اما تأثیری در اعتقادات ما نداره به این قضیه و اگر سهواً پخش شده ما عذر میخوایم. خیلی متشکرم از تماستون. خب خیلی تلفن‌ها طولانی شد، اگر پاسخی رو داشته باشیم به یا میان برنامه ببینیم، نمیدونم فرصت. خب پس اینجا یک مسئله رو من به طور مختصر بیان بکنم در مورد مسئله که حالا خلافت حضرت علی یا این مسئله که زیاد این صحبت میشه که به حضرت علی ظلم شده، این مسئله خداوند در قرآن کریم میفرماید لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. اتفاقی که 1400 چند سال پیش افتاده، حالا هی ما دوباره زندهش بکنیم، این چیز جالبی نیست اصلا و این خود انسان کوبیده میشه و خود انسان ذلیل و خوار میشه تا اینکه بخواد طرف مقابل رو ذلیل و خوار بکنه. اگر واقعا حق حضرت علی بود، چرا حضرت علی خودش بود؟ چرا از حق خودش دفاع نکرد؟ حضرت حسن بودن، چرا اومدن حکومت رو به معاویه دادن؟ چرا صلح کردن؟ پس این مسئله که حالا اینا هی دم میزنن، خب به شما اصلا ربطی نداره مسئله حضرت علی یا خلافتش. من تصورم اینه که آزادی که آزادی بیانی که ما در شبکه داریم و نه این که نه این اجازه رو میده، بله ما اجازه میدیم، ولی بله منظور بشه. از این چیز نگاه کنید، خداوند میفرماد اگر واقعا هم اختلافی هست، لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. ما باید مصلح باشیم. خداوند میفرمایند انما المؤمنون اخوة فاصلح بین اخویکم. میگه مؤمنان با هم دیگر برادرن، اگر شیعه و سنی با هم برادره که دم از اتحاد میزنید، دم از برادری میزنید، پس باید دنبال اصلاح باشید نه دنبال اختلاف. پس ما میگه فاصلح بین اخویکم، اصلاح کنید بین این برادرت، اگر اختلافی هست شما دنبال اصلاح باشید نه دنبال اختلاف که حالا هی دنبال حدیث میگردید که اینجا اینطوری شد، این ده حدیث اینجوری گفت اینطوری شد، کاملا صحیح فهمید. پس این مسئله بسیار به نظرم میاد اینا بحث گروهی هستن که تمایل دارن که این اختلاف رو دامن بزنن. آقای حمید از ایران در مورد این روایت از البانی که اون شب هم صحبت کردن که از ترس معاویه تلبیه رو کنار گذاشتن، اصلا خنده داره این موضوع، ولی خب پاسخشون رو خوب. اولا بس این که از ترس تلبیه خاص حضرت علی نیست که به خاطر حضرت علی گفته باشن و معاویه بگه نگید مال علی، نسبتی به علی نداره اصلا موضوع، و اصلا این موضوعیه که اختلاف علی ابن ابی طالب و معاویه یه اختلاف سیاسی بوده، نه اختلاف فقهی باشه یا اختلاف عقیدتی باشه که این دوتا با هم دیگه بگه چیزایی رو که علی جایز میدونسته من جایز نمیدونم، و از جهت دیگه اصلا ازش پذیرفته نبود. خود روایت همین رو میگه. من قبل از این روایت رو مطرح کنم، روایت دیگری که بحث تلبیه رو میگه، بحث اینه که آیا در عرفات تلبیه بکن یا از کار دیگر رو بکن، بگن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، آیا این ذکر در عرفات گفته میشه یا الفاظ دیگه ای الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله؟ همونی که این اختلاف رای در این بوده که این روایتی هست، یکی از صحابه از انس میپرسه، در صحیح بخاری اومده این روایت، میفرماید آیا پیامبر در حجی که کردند در اون حج در عرفات تلبیه میگفتند یا تکبیر؟ اونم گفت که بعضی تلبیه میگفتند بعضی هم تکبیر. این در زمان خود رسول الله علیه الصلاه و السلام میفرماید که صحابه یکم را پیامبر یه عده مشغول تکبیر بودن یه عده هم تلبیه میگفتند، یعنی چیزی نبوده که بگین این تلبیه فقط تلبیه خاص این هست. مردم اگه بس مشکلی با تلبیه دارن، خب تلبیه از سنت بود، در زمان معاویه میگفتن لحظه ای که احرام میپوشیدن تلبیه شروع میشد تا میومدن خانه خدا رو میدیدن، تا طواف میکردن، بعد توقف میدادن، بعد دیگه تلبیه میگفتن، از منا حرکت میکردن به سوی عرفات. و اهل سنت روایت های بسیار زیادی رو نقل کرده در این که تلبیه گفتن سنت. اگه نقطه دیگه ای که وجود داره خیلی جالبه، میگه مردم از ترس، داستان این گونه است، در اونجا میگه یکی پرسید که ابن عباس گفت که چرا مردم تلبیه نمیگن؟
روایت این میگم. البته خود روایت رو این که اولا در سنن بیهقی اومده و در سنن نسائی هم اومده، این روایت بنده شک دارم در صحیح بودنش. درست شیخ ناصر البانی من ندیدم، ولی شاید ایشون این رو تصحیح کرده. گذشته از این چی میگه در اونجا؟ میگه چرا تلبیه نمیگن؟ گفتن از ترس معاویه. این روایت اصلا کلا غلطه، ریشش هم غلطه. بعد ایشون بلند میشه با صدای بلند تلبیه میگه، میگه رغم انف معاویه مثلا من تکب. خب این دلیل بر اینه که معاویه انسان آزاد طلبی بوده، اونجا تلبیه گفتن. اگر درست باشه این روایت، درست باشه این روایت، درست باشه اینه که بله تو گفتن تلبیه، هم چیزی هم نشد، معاویه هم نفرستاد ابن عباس رو بیارن دستگیرش کنن که از ترس چیزی نکنه. مردم اونجا تلبیه گفت. اصلا این روایت از بن و بیخش داره و... داره اشکاله. و اینجا که میگن تو اتاق فرمود زارن اصلا تصحیح هم نکرده، یعنی اینم از دروغ این دوست عزیزمونه که اصلا من نمیدونم تصحیح کرده. اتفاقا آقای سجودی هم همین گفت، چون ایش گفت ایشون خیلی با تغییرات در عادتشون با بازی کردن به این مسائل عادتشون همین است. فقط هدف اصلی چی از گفته این آقایان؟ هدف اصلی فحاشی کردنه. هدف اصلی این نیست که به دنبال یک تحقیق علمی باشن که آیا تلبیه گفتن خوبه یا نه گفتن خوبه، یا به دنبال یک تحقیق تاریخی باشن. به دنبال این نیستن. اینها یک اصول رو برای خودشون گذاشتن، این که بد گفتن به اصحاب پیامبر رو فضیلت میدونن. در نتیجه به دنبال زربین گذاشتن روی هر روایتی، نگاه صحیح هم نمی کنن، بهش اضافه میکنن، ازش کم میکنن، تا بیان این که به یک صحابی توهین کنن. در حالی که اصل روایت این نیست، اصلا بحث اینه که سوال بوده برای صحابه آیا تلبیه سنت یا اصلا این روایتی هم که نه در زمان معاویه بوده نه در زمان هیچ کدومشون، روایت قبلی که صحیح بخاری عرض کردم. بحث اینه که مردم دارن میپرسن که ما چه ذکری رو بگیم، آیا پیامبر کدومی که از این از کار رو گفته؟ پیامبر همه نوع ذکری رو گفته و اصلا داره در دعاش، وقتی که پیامبر روزه در میگه افضلترین دعا در روز عرفات اینه بگی لا اله الا الله وحده لا شریک له الملك وله الحمد یحیی و یمیت و هو على كل شيء قدیر. این افضلترین دعاست، نه فرموده تلبیه افضلترینه. مردم هم تلبیه میگفتن، هم تکبیر میگفتن، هم لا اله الا الله میگفتن، در نتیجه هیچ کدوم از اینا حرجی درش نیست. مهم اینه که مردم مشغول به تلبیه و ذکر باشن. مهمتر حسابه اینها اینه، مایی که پیرو اصحاب پیامبر هستیم و همه صحابه رو دوست داریم، تلبیه رو بیشتر از همه میگیم و تلبیه رو در اونجا بیشتر رونق میدیم و مردم بیشتر تلبیه بگن. خب نه به دنبال چمتو که آقای هاشمی هم گفتن، اینا به دنبال ایجاد اختلافن، نه به دنبال اصلاح. دقیقاً که حالا این تحقیق بکنه ببینه تلبیه خوبه یا خوب نیست، از همین که حالا یه جوری بتونه گیری بده، نمیدونم اصلا قضایا رو بازی با هم بکنن با این موضوع و اختلاف بزن. بین معاویه اختلاف, اختلاف سیاسی بوده، هیچ اختلاف مذهبی و فکری و عقیدتی اون قضیه وجود نداشته. اختلاف سیاسی علی بن ابی طالب گفته من با هم بیعت کردم و اولاتر هستم، اونم گفته تو قاتلین حضرت عثمان در نزد تو هستن، نباید اونا باشن، اونا خطرن برای حکومت. بله خب اگه موافق باشید یک برادران امیدوار از جهانگردانی هستن که به کشورهای مختلف میرن، یه مستند کوتاهی است در مورد سفر این عزیزان به خانه خدا در سال 1340. با طی 2000 کیلومتر در الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. بله الله اکبر الله اکبر لله الحمد. عرضم به حضورتون که یه تعداد تماس های واتساپی هم اومده، اما قبلش این مستند خیلی جذاب بود، یعنی که 55 سال قبل ما الان به این زیبایی در واقع وقتی میبینید یه حس صمیمیتی توش هست که متاسفانه امروز با همین اختشاش هایی که تو دنیا وجود اومده و با همین در واقع به هم زدن این شرایط صمیمی و که بین سیاسی کردن و سیاسی کردن سیاسی کردن حج و متاسفانه، یعنی ببینیم این یک مستندیه که ایرانی درست کردن، به زبان فارسی درست شده، خیلی جالبه. وقتی که داره از حج حرف میزنه، از مکه حرف میزنه، از عبادت حج، از کعبه حرف میزنه، بوی چیز ازش نمیشنوی، بوی تفرقه و جدایی. حج مال همه هست، حج همه قبله دلهای ما هست و کعبه و مکه. در نتیجه اگر اختلافات سیاسی وجود داره، اولا نباید حج رو سیاسی کرد و متاسفانه جمهوری اسلامی از روزی که
انقلاب شده، شروع کردن به اینکه اولین کاری که بکنن یعنی نوک پیکانشون و هجومشون بر عربستان سعودی هست و بر شاعر بزرگ حج هست و براءت از مشرکین رو نمیدونم هدف سیاسی هم هست و الا براءت از مشرکین. اولا باید انسان براءت عملی از شرک و مشرکین داشته باشه، نه اینکه این رو تبدیل کنه به شعار سیاسی برای اینکه استفاده ابزاری کردن از شعارهای دینی برای رسیدن به اغراض سیاسی. و اینه که فاصله افتاده و الا خیلی جالب هست. ما واقعا اینگونه باید باشیم، تفاوتی نمی کنه و ایرانی ها اینگونه هستن، مردم اینگونه هستن. اگر اونایی که در واقع شیعه گری رو تبدیل کردن به یک وسیله برای ایجاد تفرقه و الا در گذشته شیعه و سنی همه در کنار هم دیگه بودیم، این مستند همون نشون میده. شیعه ای که از ایران تشیع هستن دقیقاً همینطوره، هیچ اختلافی نیست، هیچ به صمیمیت این گونه هستن، یعنی مردم مشکلی ندارن، این سیاستمدارا هستن و این در واقع نظام جمهوری اسلامی که میخواد استفاده ابزاری کنه از این عبادات برای کشورگشاییش، برای بست نفوذ سیاسی خودش در همه جا و ایجاد اغتشاش در کشورهای دیگه. و الا بحث هرچی که عبادت بوده، کسی هم کار به مسائل دیگری نداره در اونجا. مردم به هر حال هر کسی داره یک ایده سیاسی، یک فکر سیاسی، یک فکر نمیدونم هر فکر دیگری که هست، نهایتاً در عبادت تجین رو باید کنار بذاره، برو عبادت تو انجام بده، صمیمیتت در اونجا در اون فضا و در اون شرایط اینقدر زمینی قرب و نزدیکی به هم دیگه بین مسلمانان وجود داره که انسان واقعاً غبطه میخوره که چرا باید از این شرایط استفاده نشه و به جای اینکه مردم رو تشویق کنن در ایران برید اونجا عبادتتون انجام بدید، اونها برادرای شما هستن، اونها رو از اول پر میکنن، وجودشون رو پر میکنن از غیظ و کینه و حقد مسلمانان دیگری که اونجا هستن. یک مدتی پیش یک چیزی رو درست کرده بودن، یک کعبه ماکتی رو درست کرده بودن که آموزش حج میدن و کسایی که لباس عربی پوشیدن دارن به مردم میزنن. ما این رو هیچ جا ندیدیم. بنده حج رفتم، عمره رفتم، هیچ گونه تعامل این گونه‌ای وجود نداره، بلکه خیلی صمیمیت با مردم رفتار می‌کنه. خود ایرانی‌ها که وقتی برمیگردن همه تعریف میکنن از شرایط اونجا، از وضعیت اونجا، جز اونایی که حالا با تعصب وارد میشن و این ذهنیت و به دنبال عیب جویی هستن و به دنبال عیب گرفتن هستن. و الا اگه انسان واقعا مردم ایران اونی که مرتبط نیست با این جریانات وقتی که میره برمیگرده به دیده دیگری برمیگرده، اصلا تصورش کلا عوض میشه. اونی که اون روزخون رو منبر بهش گفته در حقد و کینه و دشمنی اهل سنت به یاد داده، بین اونجا غیر این رو میبینه، میبینه مسلمان همه برادران، مشکلی با هم دیگه ندارن، عبادتشون رو میکنن، نمازشون رو میخونن و صمیمیت خاصی وجود داره. متشکرم. دوباره مسئله اخلاص نگاه کنید، چطوری این عربی اصلا طرف رو نمیشناسه، ولی کار و زندگی خودش رو ول میکنه، ماشینش رو به حساب با شطور میکشه، سه روز یعنی زندگیش رو رها میکنه برای کمک کردن به هم نوع خودش، به برادر مسلمان خودش. این اصلاح اصلی هم نیست. زبانش رو نمیفهمه، با اشاره و با ایما اینا مثلا میگه که مثلا تو راه اشتباه اومدی. فاصلی هو بین اخویکم. انسان وقتی که عملی رو میخواد انجام بده باید به خاطر خدا انجام بده. به همین خاطر رسول الله میفرماند که کان الله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه. خداوند همیشه کمک و یاور انسان هست مادامی که انسان کمک و یاور برادر مسلمانش باشه. بسیار متشکرم. خب چند تا سوال واتساپی اومده، اونا رو هم پاسخ بدیم اگه اشکال نداره، برای که بینندگان رو بدقول نباشیم. نوشتن که سلام علیکم، آیا شب زنده‌داری و خواندن قرآن و دعا کردن در این ایام بالاتر از ماه رمضان است؟ منظورم برای کسانی است که توفیق رفتن به مکه رو پیدا نکردند. من قبلا دعا نمی کردم، می گفتم خدا خودش از دلم آگاه، نیازم رو بیان می دونه، ولی وقتی دعا کردم حس بهتر و نزدیکی داشتم. البته خیلی موقع هم ناامید شدم، ولی باز در این حال به آینده امیدوارم. و تهش هم نوشتن از هدایت یافتگان هستم انشاءالله. ببخشید من گاهی توی قنوت هم فارسی دعا می کنم چون عربی بلد نیستم متاسفانه. اینم پرسیدن، اشکال نداره. پس شد دو تا سوال در واقع، همین که این ایام با ماه مبارک رمضان دعاش ارجحیت داره، افضلیت داره، و این که قنوت به زبان فارسی خوندن. فضیلت شبهای رمضان، شبهای قدر،
از همه شبهای سال بیشتر هست و لیلة القدر طبعا معروف از خیر من الف شهر، از هزار ماه فضیلت و جایگاهش و قدر و حرمتش بالاتر هست. و اما این روزها، روزهای این مدت، حالا شبهاش هم عبادت کنه، روزهاش هم عبادت کنه، این روزها از لحاظ روز از همه روزهای سال فضیلتشون بیشتره، حتی از رمضان. ولی شبهای لیلة القدر از همه شبها فضیلتشون بیشتره. ولی دعا و ذکر کردن چه در شب انجام بشه چه در روز الان انجام بشه، در این مدت، در دهه بهترین اعمال انسان در طول سال در این مدت هست. و انسان اگر مشغول شبش و مشغول به ذکر طاعت و شب نماز خوندن و انواع اقسام عباداتی که وجود داره باشه، بسیار بسیار فضیلت داره. و اصلا توصیه شده به مخصوصا ذکر کردن، حمد و ثنا گفتن، تکبیر گفتن، تحلیل گفتن، لحظات رو بدون اینکه حتی اختصاص بدیم، تکبیر گفتن یکی از قضایی بوده که صحابه در کوچه و بازار و خونه و آشپزخونه، همه جا هر وقتی که فرصتی میگردن همین تکبیرات رو میگفتند. و تعظیم خداوند کردن در این ماها، در این روزها، ببخشید، در این روزها خیلی خیلی جایگاه خاصی رو داره. و هیچ مانعی نیست، کار خوبی کردن، مخصوصا اینکه دعایشون گفتن. من میگم انسان حتی دنبال این نباشه فقط نتیجه بگیره، بلکه لذت این که چرا خداوند منو میکشونه به این که دعا کنم، ذکر کنم، بهم اجازه میده، بهم توفیق میده، خیلی مهمه. ببینید خداوند خالق هستی، مالک ملکه، پادشاه جهان هستیه. وقتی که به یک بنده ضعیفی که اگر در مقابل مخلوقات عظیم خداوند قرارش بدی، ما حجممون به اندازه یک ریگ بسیار ریزی است که در کنار یک دریای افتاده باشیم. اگه حجم خودمون رو تصور کنیم با حجم و عظمت کهکشان‌ها و خلایقی که خداوند داره، ولی با این وصف مایی به این ضعیفی کوچیکی، همراه با گناه و همراه با معصیت، ولی خداوند به ما اجازه زیادش داده، اجازه ذکرش رو داده. نه تنها این ارتباط، نه تنها این گفته دعا کن، من رو بخوان، دعا کن، راز و نیاز کن، مناجات کن. اذکر الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرتا و اصیلا. خدا را بسیار یاد کنید و صبح و شام اون رو یاد، ذکر، تسبیح کنید. این بزرگترین فضیلت. من تصورم اینه که اگر انسان هیچ نتیجه ملموس دنیوی، ملموس دنیوی از اون چیزایی که میخوایم از دعاهایمون نگیریم، بهترین و لذت بخشترین نتیجه رو گرفتیم اون که داریم با خدایمون صحبت میکنیم. خیلی خیلی متشکرم. آیا هاشمی یک سوال پرسیدن که بحث قنوتشون رو نگفتیم؟ بله، استاد هاشمی جواب بده. قنوت خواندن به فارسی رو بفرمایید. بله، امکانش هست. خیلی بله، شدگان هستن. بله، در نمازهای فرض بیشتر علما بر این عقیده هستن که باید سعی بشه دعاها به زبان عربی باشه. و حتی قنوت امروزه ما میگیم قنوت نوازل، یعنی در نمازها به اون صورت سنت نیست که انسان قنوت بخونه. حالا در اهل سنت بعضی وقت نماز صبح به حساب وارد شده که رسول وتر منظورش اینه. بله، در نماز وتر، در نماز وتر قنوت سعی کنه به عربی بخونه، بهتر از اینکه، چون اختلافی از بین ما که در نمازهای سنت یا فرض باید سعی بکنه دعاها به زبان عربی باشه، به زبان فارسی نباشه. حالا دعا بعد از نماز به هر زبانی دلش میخواد اشکال نداره. در نمازهای سنت این جواز داده شده، یعنی در نمازهای سنت توسع بیشتره، همونطوری که استاد هاشمی اشاره کرد. اختلاف نظر هست، ولی رأی جمهور اهل علم اینه که در نمازهای سنت انسان در توسعی، مثلا نماز سنت رو میتونی روی مثلا تو ماشین بخونی، روی شطوری که داره مسیر رو، پیامبر این کار رو کرده، مثلا نماز سنت رو روی شطورشون سوار بودن خوندن، و یا نشستن خوندن حتی بدون عذرم. کسی بشینه در نماز سنت نمازش باطل نیست. و دعای قنوت هم حتی در فرضم گفتن اگر کسی به عربی بلد نباشه و توانایی یادگیری هم نداشته باشه، نتونی یاد بگیره، سخت باشه اینکه بتونه الفاظ عربی رو درست نطق کنه، اجازه داره که دعاهای مأثور رو، ترجمه اون دعاها رو بخونه، نه اینکه دعایی که خودش از خودش در بیاره. دعایی رو خود رو مثلا عرض میکنم، مثلا دعای قنوت رو مثال میگم. اگر کسی عربی نمیتونه یاد بگیره و عربی هم بلد نیست، میاد این دعا رو ترجمه همون دعا رو حفظ میکنه،
اون ترجمه اونو میگه، نمیره ترجمه بگه مثلا خودش دعایی رو درست کنه به فارسی اون رو بگه. اینا حتی در فرض این رو هم اجازه دادن برای کسی که نمیتونه و قدرت یادگیری نداره یا زبانش مختره. نه در فرضم، در فرضم برای این، برای این قسمته. اما در سنت توسع بیشتره، حتی دعاهای در سجود، در وقت قنوت، دعاهای دیگری رو که بخوای بکنی اگر توانایی این رو نداری یا نمیتونی، سخت برات حفظ کنی، اجازه این رو داری که این کارو بکنی در نظر رأی جمهور اهل. ولی اگه بتونی افضلیت، آره افضل، همونطوری که استادش میگفتن، افضل بر این هست که به زبان عربی باشه. بله. خیلی متشکرم. سوالی بعدی پرسیدن که خب تشکر کردن، آیا روزه ای هم تو این دهه سنت هست که گرفته بشه؟ بله، علما میگن که چون رسول الله صلی الله علیه و سلم روزه های سنت رو میگرفتند، البته در این ایام چنان که در حدیث اومده هر عمل صالحی، باز روزه هم جزء اعمال صالح است و اشکال نیست اگر کسی میخواد روزه بگیره از اول ذیحجه تا نهم ذیحجه روزه گرفته میشه، ولی اون روزه ای که درش تأکید شده روزه روز عرفه هست که رسول خدا میفرمایند در مورد روزه عرفه سوال شد و رسول الله فرمودند که گناهان سال گذشته و سال آینده رو میامرزد. بله، خیلی متشکر. دوستی پرسیدن، سلام، ببخشید من بیشتر هنگام سجده و بعد از تحیات دعاهای قرآنی و وارد شده از پیامبر رو میکنم، آیا روش من درسته؟ در کل احساس میکنم که در دعا کردن من تنبلم. متاسفانه من در این ایام مبارک دچار عذر شرعی شدم و به روزه عرفه هم نمیرسم. فقط میتوانم تسبیح و قرآن بخونم و به امید خدا بتونم صدقه هم در حد توان بدم. از خواندن نماز روزه من شدم. آیا واقعا من میتوانم فقط با انجام تسبیح و قرآن خواندن ثواب لازم رو کسب کنم؟ بله، حتما میتونید که ثواب کامل رو دریافت کنید و ثواب هر عملی هم به میزان صدق و اخلاص و خشوع و خضوع انسان و اینکه از سر دل این کار رو انجام میدید. همه اعمال دیگر رو میتونه انجام بده غیر از نماز و روزه نباشه که در ایام عادت ماهانه ممنوعه، بقیه همه اینها جایزه. حتی دعاها رو بیشتر کنید، اذکار رو بیشتر کنید، دعاهای قرآنی رو بخونید. در مورد تشهد چیزی پرسیده بودن؟ بله، پرسیده بودن که من موقع سجده و بعد از تحیات دعای قرآنی وارد شده را از خوبه کنبه. خوبه، خیلی روش رو پرسیدن درسته یا خیلی؟ بله بله، حتما درسته، هیچ ایرادی هم نداره، خیلی هم خوبه. و مخصوصا اینکه کسی هم که نیت داره، خانمایی که در عادت هستن، مادامی که واقعا نیت دارید و قلبتون با یک عبادت، اما عذر دارید، خداوند اون عبادت رو کامل براتون می‌نویسه. ببینید، چون کسی که نیت می‌کنه، خداوند در قرآن کریم در مورد اصحاب و یاران پیامبر می‌فرماید که وقتی که پیامبر به یکی از غزوه‌ها رفت، فکر کنم تبوک بود، به غزوه تبوک رفتن، عده‌ای توان رفتن نداشتند، یعنی از لحاظ مالی وسیله‌ای برای اینکه برن در اینجا شرکت کنند در اینجا نداشتند. خداوند در قرآن کریم در واسطشون می‌فرماید، میگه شما هیچ مسیری رو نرفتید مگر اینکه اونها باهاتون بودن، در اجر شریکتون، تو خونه خودشون تو مدینه نشستن، ولی در چون بادل با اونها بودن، در اجر هم شریک بودن. و انسانی هم که همیشه مواظبت داره بر عباداتش، نماز و روزه شو مرتب انجام داده، اگه وقتی هم نتونست به خاطر عذری اون رو انجام بده، خدا اون اجر کاملش رو به اونها خواهد داد. خیلی متشکرم. این دوست عزیزمون که در مورد نماز وتر چیز خونده بود، یه توضیح از هدایت شدگان بود، نوشتن که الله جزای خیرتان بدهد، الهی آمین. بعد پس برای این ایام روزها خیلی مهم است. به نظرم اگر در اوج مشکلات و غم و غصه و ناراحتی و دعا هم نکنیم، باید بریم بمیریم. پس تا وقتی زنده هستی باید دعا کنیم. در مورد این توضیحتونم گفتن که من قنوت رو به زبان عربی میخونم، اما حفظ کردم اونو، ولی دعای فارسی هم میکنم کنارش. به همین خاطر تشکر کردن از اینکه جواب رو هم گرفتن. خب خیلی خیلی متشکرم. نمیدونم اگر که خبرهای امروز، خبر حج آماده است؟ بله آماده است. ما هر روز یک بخشی از خبرهای روزانه حج رو میبینیم با هم. مطالعه رسمی: 4 میلیون حاج در 2020 و 9 میلیون در 2050.
بر اساس مطالعه انجام شده از سوی کمیته فنی پژوهش‌های مسجد الحرام پیش بینی شده که تعداد حجاج در سال 2020 از 4 میلیون نفر تجاوز خواهد کرد. بر اساس این مطالعه در سال 2030 جمعیت حجاج به 57 میلیون نفر رسیده و در سال 2050 به 9.2 میلیون نفر افزایش پیدا خواهد کرد. دکتر فیصل وفا رئیس کمیته پژوهش‌های خادم الحرمین شریفین برای توسعه مسجد الحرام رقم‌های پیش‌بینی شده این مطالعه را به رفع محدودیت‌های قانونی از حجاجی که از خارج می‌آیند مربوط دانست. وی خاطر نشان کرد که بر اساس این مطالعه تعداد عمر گذران در سال 2034 میلادی نزدیک به 13 میلیون نفر بوده و احتمال اینکه این تعداد به 14 میلیون و 800 هزار عمر گذار برسد نیز وجود دارد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی روزنامه الحیات، ایشان خاطر نشان کرد که این مطالعه بر برآورد حجم درخواست حج و عمره از داخل و خارج کشور عربستان استوار بوده و علاوه بر آن ویژگی‌های عمر گذاران و حجاج خارج از عربستان را نیز در نظر گرفته است. لازم به یادآوری است که این مطالعه کار مشترکی از سوی کمیته فنی پژوهش‌های مسجد الحرام، دانشگاه ملک عبدالعزیز، مؤسسه مطالعاتی خادم الحرمین شریفین در امور حج و عمره و دبیرخانه کل کمیته عالی حج است. الله اکبر و لله الحمد. خب بحث دعا رو در واقع چون موضوع امشب ما هست، یکی از چیزهایی که تأکید میکنن استغفار است در این ایام. بله. اگر توصیه‌ای دارید در این مورد و توضیحاتی در مورد استغفار کردن، به نظر بنده استغفار کردن یکی از زیباترین دعاها و اذکار هست در این حال. و کلمه استغفار از غفره هست. غفر یا مغفر چند معنی داره، یکی به معنی ستره، یکی معنی حفظ کردنه، معنی کلاه خودم اومده در لغت عربی، یعنی اینکه انسان را حفظ میکنه از آثار گناهی که انجام داده انسان. و ما بشریم به طبیعت حال و چون انسان گناه میکنه همیشه در صدد در معرض لغزش ها قرار میگیره، خود این استغفار کردن ها گناه ها رو پاک میکنه و خداوند آثار اون گناه رو نه تنها در قیامت، در دنیا هم آثار اون رو از انسان دور میکنه. و هر کسی هم به تناسب حال خودش، همونطور که استاد هاشمی اشاره کردن در صحبت هاشون به اینکه پیامبر اکرم علیه السلام بعد از نمازها استغفار میکردند، یعنی سه بار استغفر الله میگفتند. و این خیلی مهمه که بدونید چرا بعد از نماز. نماز که عبادت، گناه که نیست. بعد از نماز هم ما استغفار میکنیم. یقینا در نماز ما کمبودها و خللهایی وجود داره، نواقصی وجود داره، ما اون عبادت رو نکردیم که در خور مقام خداوند است. عبادتی رو کردیم که با نقص و نواقصی که خودمون داریم، لغزش هایی که خودمون داریم، گاهن انسان حواسش پرد میشه، چیزی رو فراموش میکنه، بعد از اون استغفر الله میگه برای جبران اون نواقص. پیامبر علیه السلام غیر از این هم فرمودن که استغفار کنید که من قسم به خدا در روز بیش از 70 بار استغفار میکنم. در روایت میفرماید 100 بار. ببینید رسول الله علیه السلام با این که خداوند ایشون از گناه دور کرده و گناهان گذشته و آینده ایشون رو بخشیده، با این وصف این گونه استغفار میکنن و این توصیه ایز به این که ما هم این کار رو بکنیم. اما آثار بسیار زیاد استغفار کردن بسیار فراوان هست. در سوره نوح هست که میفرما و قلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمدیدکم بی اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا ما لکم لا ترجون لله وقارا. خیلی درس های زیادی میشه از کلمه استغفار گرفت. و اینکه اولا انسان گناه میکنه، پیامبر فرمود کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین توابون. و استغفار کردن به زبان هست توبه، بازگشت عملی به سوی خداوند و ترک گناه و معصیت هست. به خاطر همین
یکی از مهمترین اعمالی که انسان انجام بده همیشه استغفار کردن هست و بعدش هم اصلاح اعمال ناشایست که انسان انجام داده. بسیار متشکر. آقای هاشمی، توی دعاها، چون اصلا ایام برای کسانی که در حج نیستند خصوصا با همین اذکار و ادعیه در واقع یکی از ابزاری است که میتونن بهره لازم رو از این ایام ببرند، لفظ خاصی، تأکید بر دعای خاصی هست، توصیه‌ای در این مورد، اینکه چه دعاهایی چه اذکاری تأکید شده براش اگه ممکن هست در این مورد بفرمایید؟ بله، چون که قبلا شیخ فرمودن بهترین دعا، چون که رسول الله فرمود بهترین دعا که میگه من و پیامبران گذشته دعا میکردیم همون لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و على كل شيء قدير يحيي و يميت و هو على كل شيء قدير. این بهترین دعاست. و همچنین ربنا آتنا في الدنيا حسنه و في الاخره حسنه و قنا عذاب النار، که این دعا بس خیلی بسیار مهمه که انسان باید توجهش به آخرت باشه، فقط دنیا طلب نکنه. چون قبل از این آیه و منهم من یقول ربنا آتنا في الدنيا و ما له في الاخره من خلاق، یعنی فقط دنیا طلب میکنه، آخرت رو نمیگه. و به همین خاطر که انسان مسلمان باید هم برای دنیاش دعا بکنه هم برای آخرتش. و به همین خاطر که انسان مسلمان نه یک جانب رو بگیره جانب دیگری رو فراموش بکنه. حالا بعضی وقت هست که ممکنه بعضی دنیا رو فراموش کنه فقط به آخرت میچسبه، اینم از نظر اسلامی درست نیست. انسان باید حد وسط باشه، هم دنیا رو بگیر هم آخرت رو. و در روایت ما داریم میگه که اعمل لدنیا کانک تعیش ابدا و اعمل لاخرتک کانک تموت غدا. میگه انسان باید برای دنیاش طوری کار کنه که انگار همیشه در دنیا هست، ماندگاره، و برای آخرتش هم باید طوری کار کنه انگار فردا آخرین موعدشه. این انسانی که بهش میگه آقا تو یک روز دیگه بیشتر وقت نداری، مثلا انسانایی که مریض هستن، دچار مثلا مشکلات هستن، مثلا مریضای صعب العلاج، مثلا دکتر بهش میگه دو ماه، یک ماه، دو ماه دیگه بیشتر زنده نیست، این شخص چه حالتی بهش دست میده؟ چطوری به سوی خدا برمیگرده؟ چطوری یعنی خالصانه انجام میده؟ انسان مسلمان باید همینگونه باشه، چه در حالت صحتش، چه در حالت مرضش، چه در حالت غناش، چه در حالت فقرش. به همین خاطره که رسول الله میفرمه اغتنم خمسا قبل خمس، میگه پنج چیز رو غنیمت بشمار قبل از اینکه وقت پنج چیز دیگر رو فرا بسه. میگه که شبابک قبل حرمک، انسان جوانیشو قبل از اینکه پیر بشه باید غنیمت بشماره. در جوانی انسان تابع پیامبر باشه، اعمال صالح انجام، این ارزش داره. غناک قبل فقر، یعنی وقتی غنی هستی، ثروتمند هستی، این غنیمت بشمار، از ثروتت نهایت استفاده رو ببر در راه خدا، در راه دین. صحت که قبل مرضک، وقتی که صحیح و سالم و تندرست هستی، قبل از اینکه بیمار بشی. انسانی که بیمار بشه نگاه کن چقدر همون سرماخوردی کوچیک شما میگیری، چقدر قدر عافیت انسان میدونه که واقعا چقدر انسان، یعنی این نعمتی خدا بهش داده اینطوری هستش. پس این مسائل باید انسان سعی بکنه غنیمت بشماره، سعی بکنه در این ایام همیشه به فکر آخرت باشه. ذکر مرگ خیلی مهمه و به همین خاطر رسول الله میفرماند که اکثر من ذکر هاضم اللذات، از بین برنده لذت ها که مرگ باشه بسیار یاد کنید. انسانی که دائما به فکر مرگ، هیچ وقت کار خطا نمیکنه، هر آن ممکنه به حساب اجلش فرا برسه. و به همین خاطر که انسان مسلمان سعی بکنه همیشه ارتباط خودش رو با خدا نگه داره و این ارتباط هرگز قطع نکنه و با ذکر و با اذکار در واقع اتفاق میفته که این خیلی مهمه. نمونهاشو فرمود و به همین خاطر رسول میگن که همیشه وصیت میکردن که لا یزال لسانک رطبا بذکر الله، یعنی دائما باید یعنی زبان تر باشه با یاد خدا. خیلی متشکر. نشیدی هست چون در مورد ذکر و مناجات صحبت کردیم، مناجاتی است که پخش میکنند و یه میان برنامه دیگه هم هست، باش همراه باش اگر که آماده است ببینیم با الله
يا جبل الدعاء تحية من عاشق لك في هواه تحيرا يهواك آه يهواك يشهد دمعه وأنينه ولتشهد الأحجار عندك والثرى قف ها هنا نزل الختام فمسكه اليوم أكملت فأكمل من برى وقرأ وأتممت فقد نزلت هنا فأقرت الإسلام فأقرت الإسلام دينا آخرا وقرأ رضيت وقد تباعد عهدها وانظر وانظر فقد صار الكمال مبعثرا وتفرقوا وتمذهبوا وتشرذموا والكل أصبح تائها أو حائرا فتحول الإفك المبين إلى هدى وتصدر الجهل الحياة وفسرا يا رب إني قد أتيتك بارئا من كل ند للعباد مزورا فارحم عبيدك يا رحيم برحمة واجعله في علم الشريعة مبصرا يا رب إني قد رفعت يدي هنا فاقبل فاقبل ولا ترجع عبيدك خاسرا واغفر لإخواني جميعا ذنبهم واستر عليهم يا حليم وكثرا لا اله الا الله. برگردیم به موضوع دعا و من تمام تلاشم بکنم تلاشم اینه که امشب از این برنامه بیننده این توشه رو بردارن که این عادت به دعا کردن رو اونایی که ندارند در خودشون ایجاد بکنند و اونایی که دارند هم تقویت کنن این قضیه رو، چون همونطور که شما هم تو توضیحاتون فرمودید تو استاد هاشمی هم گفتن، موقعیتی است که از دست دادنش، این فضیلتی است که خداوند در واقع با اون عظمتش به همونطور که در توضیحاتون بود به ما این امتیاز رو داده که این ارتباط رو باش برقرار کنیم.
بعد نباید از دستش بدیم. حالا چه توصیه هایی دارید، چه عادت هایی رو شما مناسب میدونید در اذکار، چگونه اذکار رو بگن، در این مورد اگه صحبت بفرمایید. در دعا کردن قبل از هر چیزی به نظر بنده اینه که انسان با خشوع و اخلاص دعا کنه. این خیلی مهم هست که انسان بدونه داره با کی صحبت میکنه، داره چی میگه، ولی در این حال هم در دعا کردن تکلف به خرج ندید. شما دارید با خداوند صحبت میکنید. وقتی که انسان داره با خدایش راز و نیاز میکنه، میخواد درد دلش رو بگه، میخواد از دلش حرفایی رو بزنه و از خداوند طلبهایی رو بکنه، یا خداوند رو مناجات کنه، حمد کنه، ثنا کنه، تکلف به خرج ندید چیزایی رو بگید که خودتونم نمیدونید چی میگید، یا الفاظی رو تکرار کنید بدون اینکه در دلتون احساس کنید که هیچ لذتی بهتون میده. پس سعی کنیم اگر الان وجود نداره این حس، اگر این معنویت الان وجود نداره، سعی کنیم این رو ایجاد کنیم با تمرین کردن، با تأکید کردن روی این قضیه. پس اولین ادب ما این هست که از سر خشوع و اخلاص باشه. نقطه دومی که وجود داره به نظر بنده این است که دعایی که اجابت می شود اون دعایی است که انسان از یک دل دردمند دعا کنه. اونی که درد نداره دعاش هم دعا نیست. یعنی انسان ببینید، وقتی که من چند تا مثال رو عرض می کنم، خداوند داستان های پیامبران رو برای ما ذکر می کنه. داستان حضرت ایوب، ببینید خدا در قرآن کریم میفرماید ایوب بعد از اینکه ابتلاعات شدیدی میبینه، حالا مسلما دعاهای دیگری کرده، ولی در جایی که خدا دعایش رو اجابت میکنه میگه ربی اینی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، این دعا رو میکنه. خدا فیلفو میفرماید فاستجبنا له، میگه دعاش رو اجابت کردیم و همسرش رو براش، یعنی فرزندانش رو دوباره بهش داد، فرزند و همسر رو همه رو از دست داده بود، همه رو بهش برگردوند و تمام اون چیزهایی که داشت به اون برگردوند، اضافه بر اون هم بهش خداوند بهش داد، جسمش که مریض بود سلامت رو بهش برگردوند. و همچنین پیامبران دیگه همینطوره، چون از ته دل میاد. اگه انسان دردمندانه یک دعا هم بکنه، اثرش بسیار عظیمتر از این هست که شاید مبالغ بسیار زیادی رو خرج کنی. خیلی تأثیر داره این که دردمندانه انسان دعا کنه و سعی بار فرمایید که انسان خیلی سریع نتیجه خواهد گرفت. و حضرت داوود رو نگاه کنید. حضرت داوود متوجه اشتباه شد وقتی که قضاوت کرد، در قضاوت اشتباه کرد. اونجایی که در سوره صاد هست میفرماید که وقتی که داوود مشغول عبادت بود، در محرابش مشغول عبادت بود، دو نفر تصور المحراب از دیوار بالا رفتن داخل محراب، که میگه مسجد بود، سقف نداشته، از دیوار رفتن بالا و رفتن پیش داوود و خلاصه قضیهشون رو مطرح کردن که ما دو برادریم، اختلاف داریم با هم دیگه، این برادر 99 تا گوسفند داره، من یکی دارم، حالا طمع کرده میخواد این گوسفند منو هم ببره. داوود بدون بیدرنگ، بدون تأمل، بدون که از خصمش بپرسه که آیا راست میگه، دروغ میگه، اینجوری هست، نیست، و حضرت داوود قضاوت کرد، گفت که بله، این طبیعت بیشتر کسانی که شراکت دارن کار میکنن اینجوریه، و جز کسانی که خداوند بهشون رحم کنه و الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، خلاصه طرف مقابل رو از ایمان و عمل صالح هم دور کرد. وقتی که اونا رفتن، بعد دیگه متوجه شد فظن داوود ان فتناه، متوجه شد که این ابتلا و آزمایش خدا بوده. اصلا این دوتا بعضی از مفسرین میگن اصلا ملائکه بودن، اومدن که اینو امتحان کنن، چون چیزی وجود نداره، اصلا یک شرایطی رو براش ایجاد کردن. ببینن قضاوتش چطوره، شرایط مثلا ببینید دو نفر از دیوار میره بالا، از در نمیان تو، از دیوار میره، اصلا خود این یک شرایط غیر طبیعی رو براش درست میکنه، قضیهشون رو به این شیوه مطرح میکنن و حضرت داوود هم قضاوت میکنه. بعد اینکه متوجه شد این ابتلا بوده، متوجه گفت فخر راکعا و اناب، به سجده افتاد و توبه کرد. اناب یعنی پشیمون شد از این. خدا میفرمه فغفر ماله، بخشیدیم اون رو. ببینید اینه که انسان از ته دل دردمندانه و متضرعانه دعا کنه، خیلی سریع نتیجه میگیره، خیلی سریع روشنی رو ایجاد میکنه. و همه دعاهای دیگه انبیا همه همینطور است. مثلا ببین دردمند دعا میکنه، یوسف دردمندانه دعا میکنه، میگه خدایا السجن احب الی، سجن من بشه، من رو زندانی کنن بهتره تا اینکه این گناه بکنم، و نتیجهش هم این میشه که زندانی میشه. و در بعضی از روایات اومده اگه یوسف از ما عافیت میخواست لعفینا،
اگه عافیت میخواست به جای اینکه زندانی بود عافیت بهش میدادیم، ولی سجن خواست سجن رو بهش دادیم. مهم اینه که دردمندان انسان از خداوند بخواد. انسانی که درد نداره، ببینید اون که اصلا هیچ دردی نداره چطوری میشه پیش دکتر میره؟ احساس درد نمیکنه، رنج نمیبره از اون چیزی که درش از داره. مثل اینکه یه چیزی اضافی رو میخواد، یه چیزی اضافی رو از خداوند میخواد، این نتیجه نخواهد بود. درسته نیاز باید باشه پشتش، بله دقیقاً نیاز باشه، دردمند باشه و به یقین این رو از خداوند بخواد که فقط خداوند قادر بهش بده. وقتی انسان با یقین با خداوند تعامل میکنه نتیجه خواهد گرفت. یقین طلبی یکی از اینها هست، اصرار کردن بر دعا و خسته نشدن از دعا. خیلی جالب، مولوی در مثنوی بحث کسی رو میگه که یک شبی بلند شد دعا کرد و مرتب دعا میکرد، شیطان اومد بهش وسوسه داد تا کی دعا میکنی؟ خدا کی جواب تو رو داده تا حالا این دفعه بعدش باشه؟ بعد این شخص دیگه خسته شد و رفت خوابید. حالا این داستان رو اینجوری نمی که خضر اومد تو خوابش بهش گفت که چه شده چرا دعا رو ترک کردی؟ گفت که من هی دعا میکنم هیچ نتیجه نمیگیرم. اونم بهش میگه همین که بهت اجازه داده دعا کنی، همین که داری دعا میکنی، خودش این داره بهت عنایت میکنه. خداوند این که داری دعا میکنی بهت عنایت میکنه، پس ادامه بده دعا کردن. این که خداوند تو رو اینجا این نقطه رو میگه، میگه اگه درد به تو داده لطف بهت کرده، این درد رو بهت داده، همین که دردمندی این لطف خداونده. حتی درد رو هم لطف خداوند مینامه در اونجا. خیلی جالب هست که اگه انسان بیاد، الان من قصه دیگه هم نقد کنم از مثنوی، گرچه تماس داریم. بله تماس داریم، اگه تماس رو بگیریم خیلی متشکرم. دو تا تماس فکر کنم دیگه فرصت هم نمیشه، همین دو تا پایانیش هست. آقای احمدی از گلستان، عرض سلام دارم خدمتتون. آقای احمدی بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. این مطلب جالبی که فرمودن که شعرش مولوی میفرماید این همین یا رب به تو لبیک ماست، خیلی مطلب زیبایی بود که من استفاده کردم. درباره یه پیشنهاد خیلی قشنگی هم فرمودید، این که واقعا بحث سوغاتی و خرید زوار و حجاج رو اگه بشه یه سازماندهی بشه، که الان یه جوری تاکید میکنن که این انجام نشه. خب نه، اگه بشه انجام بشه، مردم و خلاصه قومیت‌های مختلف ایرانی یه سری دستاوردهایی دارن، یه سری مثلا کارهای صنعتی دارن، بشه بیان اونجا در حج بفروشن اینا رو، بعد خرج سفرشون در بیاد. اینا اگه بازاره اینجوری تدارک دیده بشه، حالا شما باز دوباره نزدیکی به این کشور عربستان، اینا اگه پیشنهاد بدین این شرایطش فراهم بشه که خیلی خوبه. اگه اونجوری بود ما خودمونم میرفتیم برای فروش و اینا، ولی فرض فکر کنم استفاده بردن از ایام برای اذکار بهتره، نه؟ چون الان حرم رو که گسترش میدن هیچ فضایی برای خرید و فروش نیست. مثلا شما وقتی که انتظار میره که شما وقتی که فضای حرم بزرگ میشه آمار و تلاش برای این باشه که جایی برای فروش کالاشون هم بذارن عربستان، ولی یه همچون اتفاقی نمیفته، بلکه تمام تلاش ها برای اینه که فضا برای نماز، فضا برای طواف گسترتر بشه، مردم بتونن راحت‌تر طواف کنن، راحت‌تر برن منا، راحت‌تر در عرفات قرار بگیرن. همین این اتفاقاتی که میفته در جهت اینه، به دنبال این که خیلی از بازارها رو همینطور که آقای هاشمی الان گفتن بازارها رو خراب کردن و فضا شکلش برای... هم عوض شده. شکل این که مثلا داد و ستت ها مثل قدیم نیست که یک چیز رو پهن کنن اونجا کنار خیابون بذارن، بلکه الان اصلا بس اینه که شرایط سیاسی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده ما مانع این شده، و الا ارتباط و تبادل تجاری هنوزم وجود داره بین ایران و عربستان سعودی و ایران. این تبادل تجاری جای اون رو گرفته. انشاءالله در آینده خوب میشه و روابط بین دو کشور باید تلاش کنیم خوب بشه، نه اینکه فضاهای حج رو تبدیلش بکنیم به خرید و فروش. خیلی خیلی متشکرم به هر حال از تماستون و پیشنهادتون. آقای محمد از ایران، عرض سلام دارم خدمتتون. آقای محمد بفرمایید. سلام میکنم به شما. این ایام که قلوب مسلمین به سوی الله باری تعالی متوجه شده رو خدمت شما و بینندگان عزیز تبریک میگم. استاد من امروز این آیه سوره مبارکه اعراف رو میدیدم که خداوند متعال میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، نماده برخیز انسان هست اولایی که کل انام بل هم ازل اولایی که هم الغافلون. به نظرم شما مشمول این آیه شریفه میشید که امروز حامی مالی شما رژیم سعودی داره تو یمن جنایت میکنه و شما به خودتون به تغافل زدید و یا آمدانه پوچ میکنید. همین امروز اعلام شد که
در هر 10 دقیقه یک کودک توسط مزدوران سعودی داره توی یمن کشته میشه. در روز قیامت با همین آیه در مقابل شما مهاجر خواهند کرد، شما رو به محکمه عدلی خواهند کشوند. خدا رو شکر که این تریبون در اختیار شما بود و شما تونستید حرفتون رو بزنید. امیدوارم که با نفس راحت و خیال راحت امشب بخوابی که تونستی تو یک شبکه آزادی، شبکه‌ای که اجازه میده حرفتو بزنی، این حرفو زدی. اما بعد از این که سرتو گذاشتی رو بالش با خیال راحت، به این فکر کن که چه چیزایی، چه عواملی باعث شده که این شرایط برای یمن ایجاد بشه. چه کسایی اسلحه و مهمات رو به شکل‌های مختلف منتقل کردن به یک گروه خاص در عربستان برای اینکه تشنج ایجاد بکنه اونجا؟ چه کسایی گروه‌های خاصی رو در اون کشور انتخاب کردن برای آموزششون منتقلشون کردن به ایران برای اینکه هم به لحاظ اعتقادی تغییرات در فکرشون ایجاد بکنه، هم گروه‌های تروریستی ایجاد بکنه و بفرسته اونجا برای اینکه آشوب ایجاد بکنه؟ چه کسایی عامل این قضیه؟ چند بار برای صلح در سر میز نشستند اما این اجازه رو ندادن که این صلح ایجاد بشه. اینا هم باید به هر حال سنجیده بشه و مطمئنن روز قیامت پاسخ به این سوالها رو باید اون کسایی که عاملش هستن بدن. بعد نتیجهش میشه حالا این کشته شدن، آماری که شما الان فرمودید، اینها نتایج عکس العمل هایی است که این گونه در واقع شکل گرفته و به اینجا کشیده شده متاسفانه. ضمن محکوم کردن این که کشته شدن کودکان یمنی در هر شکلی، اگر برای کشته شدن کودکان بمبگذاری بشه محکوم هست قطعاً، ولی پیامد این کار، این که به این روز کشیده شده، این اختشاشی که در جامعه خاورمیانه اتفاق افتاده، نه تنها در یمن بلکه در سوریه، در بحرین، در کویت، در عراق، امیدوارم که اون کسی که باید پاسخگو باشه در روز قیامت قطعا یقش رو باری تعالی خواهد گرفت. و توهین شما هم توهینی بود که دیگه حالا به هر حال ما آزادانه اجازه دادیم که حرفتون رو بزنید. برای احترام به شما امیدواریم که این احترام رو تلویزیون ایران هم به بقیه آرایی که در کشورش دارن زندگی میکنن بدن، که همه انسان‌ها بتونن به همین شکل آزادانه در تلویزیون ایران هم صحبت بکنن. به هر حال متشکرم از اینکه از این تریبون استفاده کردید برای که حرفتون رو بزنید. این افتخاری برای ماست که یک تریبون آزاد اینگونه داریم که شما با این اعتماد بهش میکنید و میدونید میلیون ها نفر دارن صدای شما رو میشنون و از این استفاده میکنید که حرفتون رو بزنید و ما این اجازه رو بهتون میدیم، صداتون هم قطع نمیکنیم. خیلی خیلی متشکرم از اعتمادتون به این شبکه. اگه اجازه بفرمایید یک میان برنامه کوتاه از در حد 2 دقیقه میبینیم برمیگردیم در موردش صحبت خواهیم. سخنان پادشاه عربستان سعودی در ارتباط با حجاج بیت الله الحرام. ملک عبدالعزیز رحمه الله، بنیانگذار عربستان سعودی 1875 تا 1953، از همه مسلمانان خواستاریم به حقیقت دعوت رسول الله پی برده و به آن تمسک جویند، چرا که پیامبر ما با هدایت و دین حق برانگیخته شدند. ملک سعود بن عبدالعزیز رحمه الله 1902 تا 1969. وحدت مسلمانان بزرگترین هدفی است که همه مسلمانان برای تحقق آن باید بکوشند. ملک فیصل بن عبدالعزیز 1906 تا 1975. اسلام دین پیشرفت و عزت و کرامت است. باید از فرصت حج برای بررسی زمینه‌های پیشرفت و بیداری مسلمانان استفاده نمود. ملک خالد بن عبدالعزیز رحمه الله 1913 تا 1982. عربستان سعودی مفتخر است که کلیه امکانات خود را در خدمت حجاج قرار می‌دهد که به سرزمین دوم خود قدم گذاشته و میان برادرانشان حضور یافتند. ملک فهد بن عبدالعزیز رحمه الله 1921 تا 2005. عربستان سعودی از آغاز تأسیس پرچم دعوت به سوی الله را برافراشته و خداوند شرف و افتخار خدمت به بیت الله الحرام و مسجد نبوی را نصیبش گردانیده که این خود مسئولیت عربستان را سنگین تر می سازد.
ملک عبدالله بن عبدالعزیز رحمه الله 1924 تا 2015 عربستان سعودی که خداوند افتخار خدمت به حرمین شریفین و زائرانش را نصیبش نموده به خوبی به حجم مسئولیت و بزرگی امانتی که بر عهده دارد آگاه است. ملک سلمان بن عبدالعزیز حفظه الله، همه ما خدمت به میهمانان الهی و شب بیداری برای آسایش آنان را افتخار دانسته و از هیچ کوششی برای آرامش و آسایش حجاج فروگذار نخواهیم بود. در ادامه اون در واقع این تماسی که گرفتن، این ببینید الان چگونه تلاششون در پادشاهان عربستان که حالا در این امروز بخشی از صحبتاشون رو صحبت پخش کردیم، تلاششون برای اینه که این شرف خادم الحرمین بودن رو به عنوان یک شرف میدونن، یک امتیازی که خداوند به این کشور داده و اینا دارن تمام تلاششون رو میکنن که در این جهت خدمت رسانی بکنن. ببینید در تمام صحبتهای این بزرگواران که اومده، بنده کاری به سیاست ندارم، کاری به اینکه آیا این حکومتشون چی بوده چی نبوده، ولی در خدمتگزاری به خانه خدا، در خدمتگزاری به حجاج حقیقتا سنگ تمام گذاشتند. اینکه حادثه پیش اومد، حادثه پیش نمی، اینا مسائلی که به همه جا امکان داره پیش بیاد، اما در خدمتگزاری به خانه خدا در ردیف اول حرف اولشون اینه که میگن ما خدمتگزاریم. هیچ کدومشون نگفتن که ما اینجا اربابیم، ما اینجا نمیدونم چی هست. میگه شرف ما به خدمت گذار، خادم الحرمین شریفین، خادم حرمین شریفین، خدمتگزارن، خدمتگزاری رو شرف میدونن برای خودشون و همه این رو هم اظهار کردن و عمل کردشون هم در خدمتگزاری به خانه خدا، به مسجد پیامبر اکرم علیه السلام، به حجاجی که برای انجام زیارت حج و عمره به عربستان میرن رو، این رو ثابت کرده اند و این بزرگترین چیزیه که در مورد این شخصیت ها میشه گفت و خودشون همه این حرف رو زدن و دیدگاهشون در مورد اسلام، دیدگاهشون در مورد حج، دیدگاهشون در مورد خدمتگزاری به مسلمانان بسیار بسیار عالی و روشن و واضح هست و هیچ وقت نخواستند که حج رو وسیله سیاسی، وسیله رسیدن به اطماع و اغراض سیاسی قرار بدن. حج یک عبادت، همیشه تلاش کرده اند برای اینکه این عبادت رو از قضایای سیاسی جدا بدونند. اگر اختلافات سیاسی بین دو کشور وجود داشته باشه، این اختلافات رو سعی و تلاش شده است که مانع برگزاری حج یا مانع حضور حجاج نشه، مگه اینکه کشور ثانی یا کشور دیگری نخواد حضور پیدا بکنه یا دلیل و بهانه بیاره برای حضور پیدا کردنش. همونطوری که ایران برای اینکه حضور پیدا نکنه در حج، مسئله راهپیمایی و تظاهراتش رو بهانه کرد و اون جریانات رو که پیش آورد و نتیجه‌ش هم ما همه میدونیم چه بود. خیلی متشکر. 3-4 دقیقه به پایان برنامه بیشتر وقت نمونده. من چند تا سوال واتساپی هست برای احترام به این که زمان من این نقطه رو اضافه کنم. بس اینکه این بیننده گفت که شما برای وابسته هستید و نمیدونم این همه اینا شعاره. ما واقعا شبکه جهانی نور و هیچ کدوم از شبکه اهل سنت، شبکه جهانی نور همه کسانی که ما رو میشناسن و میدونن که اساسا با تمام امکانات، با تمام هر چی که در این شبکه هست، مرتبط به مردم هست، مرتبط به خیرین هست، به هیچ حکومتی، به هیچ سازمانی، به هیچ حزبی، به هیچ گروهی، به هیچ دسته و جماعت و نمیدونم مؤسسی مرتبط نیست، ارتباط نداره، بلکه ارتباطش با مردم هست و مردم خیر اهل سنت هستن که این شبکه رو حمایت میکنند. بله، خیلی متشکرم. آیا هاشمی پرسیدن که در کشور ما 10 روز پیش از عید قربان رو روزه میگیرند، آیا این در دایره قرآن سنت وجود داره؟ نمیدونم کدوم. بله، این ایام عشر گفته میشه که بله 9 روز. بله 9 روزه. یعنی روز دهم که دیگه روز به حساب عید است، ولی خب 9 روز ذی‌الحجه هر عمل صالحی یا جزء این اعمال هست، روزه باشه، صدقه باشه، نماز باشه، تلاوت قرآن باشه، حتی حرف خیری باشه، اینا همه اجر و ثواب داره. بله، خیلی متشکرم. پرسیدن آیا میشه رفت داخل خونه خدا و اونجا دعا کرد؟ اگه میشه رفت اونجا بیشتر ثواب داره، ثواب داره یا بیرون؟ مسلما خب داخل کعبه رفتن یک فضیلت هست و اگه کسی شرف این رو پیدا بکنه که داخل خونه کعبه بره و اونجا نماز بخونه یا دعا کنه،
بسیار عالی هست، اما خب مکان خیلی شریف هست، زمان خیلی زمان شریف و بزرگی هست. میمونه یک نقطه دیگه، اینکه دل شما آماده دعا کردن باشه. ببینید دعا کردن مثل چیه؟ مثل اینکه شما طلبی باران میکنی، این باران میباره ولی همه جا سبز نمیشه، بعضی جاها سبز میشن. اگه انسان دلش آمادگی این رو داشته باشه، از اون باران استفاده میکنه. اگه آمادگی رو ایجاد نکرده باشه، استعداد و رشد رو در خودش نداده باشه، اون تأثیر رو نمیپذیره. حتی اگه در کنار خانه کعبه هم دعا کنه، دعاش میبینی هیچ فایده نداره. خیلی هستن دعا میکنن و نتیجه از دعاشون نمیگیرن، چون واقعا آمادگی این رو برای خودشون ایجاد نکردن. باید این آمادگی رو ایجاد کنیم و از خداوندم بخوایم که قبل از هر چیز دیگه توفیق بده که ما دعا کنیم و بتونیم درست دعا کنیم، با خشوع کامل، با خضوع زیاد، با تضرع، و از لذت ببریم از این که داریم با خداوندمون عبادت راز و نیاز میکنیم و داریم کل تضرع و زاری و تواضع و فروتنی رو در پیشگاه خداوند به کار میبریم. اگه انسان دلش این آمادگی رو داشت، اون وقتی که دعا اجابت میکنه. یکی ابن قیم تشبیه جالبی داره در این که در اجابه شدن دعا، میگه که دعایی که تو میکنی مانند تیری که در کمان انداختی و میخوای به یه هدفی بزنی. اگه برای اینکه به این هدف بزنی، تنها اینکه کمان داری و تیر داری کافی نیست. تن تیر و کمان و بازو و دست و دید و اینکه هدف واضح باشه، اینکه قدرتت بون برسه، یه باید اگه هر چقدر اون هدف دورتره، بازوی تو باید قوی تر باشه. خب اینا وسایلیه که لازم داری برای اجابت دعا. و همینطوره، این تیری رو که در این کمان زدی داری میکشی، اگه بازوان ضعیفی داری، خب تیر نمیرسه، وسط راه میفته پایین. باید انسان خودش رو آماده کنه و این استعداد روحی و معنوی رو داشته باشه. متشکرم. توصیه پایانیتون به اینکه در این ایام دهه مبارک هست، چگونه استفاده ببرند بینندگان از این وضعیت، از این زمان مبارک؟ بله، این ایام ایام مبارکی است و سعی کن انسان، چون که رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرمودند که یا ایها الناس توبوا الی الله فانی اتوب الی فی الیوم 100 مره. انسان هرگز امر توبه، امر استغفار، امر دعا رو کم نشمارد. دعا یک سلاح بسیار قوی است که خداوند در اختیار انسان مسلمان گذاشته و در حدیث ما داریم که پیامبر میفرماید دعا ینفع مما نزل و مما لم ینزل. یعنی انسان وقتی که مصیبتی بهش میرسه، دچار مصیبتی میشه، وقتی دعا میکنه، به برکت این دعا خداوند اون مشکلاتش رو رفع میکنه یا اون مشکلی که برش نازل شده آسون میکنه براش، و حتی اون چیزی که خداوند مقدر کرده که انسان یعنی بهش برسه اگر دعا بکنه، بعضی وقت هست که به وسیله این دعایی که انسان میکنه، خداوند اون تقدیر رو عوض میکنه. و خداوند در حدیث ما داریم که الدعا والقدر یختلجان، میگه دعا و قدری که خداوند مقدر کرده با هم گلاویز میشند. و این دعا وقتی که چنانکه استاد فرمودن اگر واقعا از انسان کارکشته‌ای صادر بشه، این دعا غلبه میکنه بر قدر، به امر خداوند، و خداوند این بلا رو از او دفع میکنه. و به همین خاطره که پیامبر صلی الله علیه و آله ثناء المعروف تقی مصارع السوء. یعنی انسان کارهای خیری که انجام میده، خب ذکرم دعا هم کار خیره، انسان رو از مشکلات و از گرفتاری ها و از عاقبت بد حفظ میکنه. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده که این مشکلات رو نداشته باشیم. خداوند این اختلافی که بین مسلمانان افتاده، این اختلاف رو حل بکنه و بین مسلمانان اصلاح بکنه و به برکت این ایام اتحاد و یک پارچگی گسترده بشه. آمین. خیلی خیلی متشکرم. حسن ختام خیلی خوبی بود. ممنون از حضورتون در برنامه. متشکرم از حضورتون در برنامه. از شما بینندگان عزیزم سپاسگزارم که با ما همراه بودید تا این وقت شب. خدا یار نگهدارتون. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك الله.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق